سلامی گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم. برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه، آماده دیدن این برنامه باشید. ساعت مهمی هست بر سر مسائل مختلف که مربوط به زندگی و مبارزمون هست، برای اینکه خلاص بشیم از شر این جهنمی که جمهوری اسلامی به پا کرده، برای بهبود زندگیمون، برای رهایی. مهمه گفتمان هایی که تو این برنامه های پخش مستقیم داریم. در حال دوستان رو خبر کنید و با ما باشید. موضوع برنامه امشب هست رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت. خب موضوع روشنه، حتما گفتنی بسیار هست. اجازه بدید که دو تا خبر رو بگم، بعد برم سراغ موضوع و بعد هم تلفن رو باز میکنیم، شما عزیزان میایید اظهار نظر میکنید. اول مسئله اینه که دو روز دیگه دادگاه نه کارگر حسابی بافق یزد، یعنی 27 بهمن به پا میشه. این نه کارگر به خاطر مبارزات با شکوه کارگران بافق یزد از سال گذشته 5000 کارگر اعتصاب کردن و جمهوری اسلامی در واقع میخواد انتقامشو بگیره. اعتراض بی نظیری بود، شهری رو به حرکت در آورد و شکستی بود برای جمهوری اسلامی و الان میبینید که نه کارگر رو میخوان محاکمه کنن. مرحله اولش 27 دیما بود، مرحله دومش 27 بهمن. 27 دیما جرأت نکردن، نماینده بافق از مجلس گفت که خطر این هست که دوباره کارگران دست به اعتراض بزنن، به خصوص که بحران هم معدن رو در بر گرفته و خلاصه مسئله رو انداختن به 27 بهمن. در حال ما یادآور میشیم، تاکیدمون و خطابمون و صحبتمون با کارگران بافق یزده، با خانواده هاشونه، با مردم بافق یزده، این نه کارگر رو تنها نذارید، باید جلوی محاکمه رو بگیرید، باید پرونده قضایی اونا لغو بشه، اونا بدون قید شرط آزاد هستن. اجازه ندیم جمهوری اسلامی با این دادگاهی کردن کارگران میخواد مبارزات کارگران عقب بزنه. شما میبینید مبارزات گسترده کارگری رو میبینید. یه مورد دیگه هم، خبر دیگر رو بگم که اونم از قدرت مبارزات کارگران صحبت میکنه، اونم مربوط به بخشنامه هست که از طرف حراست پالایشگاه های آبادان به مراکز نفت در آبادان داده شده، جنوب داده شده، که کلن پالایشگاه های نفت داده شده و به مدیران پالایشگاه ها، به مدیر محترم منابع انسانی، تو نامش اینجوری میگه محترم، از نظر اونا محترم، و همطور بازرگانی نامه داده و گفته که باید با نزدیک شدن پایان سال باید مطالبات و معوقات کارگران پرداخته بشه برای اینکه پیشگیری بشه از هر گونه تبعات و تحسنات احتمالی و پیامدهای منفی، که پیامدهای منفی هم منظورشون اعتراضات کارگری هستش. و بعدم میگه با توجه به اینکه انتخابات پیش رو، مجلس خبرگان و مجلس اسلامی هست و اوضاع حساسه، باید از هر گونه استفاده تبلیغاتی به ویژه تو زمینه اعتراضات کارگری جلوگیری بشه. خب این نشون میده که چقدر اینا میترسن از مبارزات کارگری، به خصوص که تو این چه اما اعتراضات گسترده در جنوب داشتیم، در پتروشیمیا داشتیم، در اصلویه داشتیم. برای زنده باد به شما کارگران، و نقطه قدرت ما همین جاست و نشون میده که چه خبره، چه جایگاهی داره مبارزات کارگری. خب موضوع رو معرفی کنم، رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت. شما میدونید که تا اونجا که به جنگ و جدال درون حکومت مربوطه، خب این موضوع تازه نیست، همیشه اینا دعوا داشتن جناح‌های مختلف حکومت. الان دیگه مسئله اینه که جناح دیگه نمیشه گفت، باندای مختلفن. حتی تو خود اصولگرایانشون چندین بخش شدن، هر روز شقه شقه میشن، هر روز نزاع‌هاشون بالاتر میگیره و وضعیت به این شکل است. به ویژه ویژگی مسئله اینه که مسئله انتخابات، خب تو کوران تدارک انتخاباتشون دعواها شدیدتر شده،
حادتر شده، دعوا بر سر کرسی های قدرت هستش. بخاطر این کرسی های قدرت هم براشون یک ابزاری هست که بتونن به منابع مالی و ثروت های جامعه بیشتر دست پیدا کنن و دوزی های کلانتری بکنن و هر باندی، هر دار دستی تلاش میکنه برای موقعیت خودش و این جنگ رو به حدی رسونده که رفسنجانی بعد از اینکه صلاحیت حسن خمینی سلب صلاحیت میشه، سوالاتی را از شورای نگهبان مطرح میکنه و جالبه از جمله سوالاتش میگه شما صلاحیت خود را از کجا آوردید؟ چه کسی به شما اجازه داده از قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده یک جا بنشینید و داوری کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد اختیارات مجلس و دولت و جاهای دیگر را در دست بگیرید؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد صدا و سیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما اینها را داد؟ اینا سوالات رفسنجانیه و سوالات ما از خود رفسنجانی کل حکومت اینه که چه کسی به شما اجازه داد که این دم و دستگاه دولتی رو دست خودتون داشته باشید؟ چه کسی به شما اجازه داد که این همه دزدی و این همه پول به جیب بزنید؟ صدای سیما و نمیدونم صدا و تلویزیون و همه تریبونا و همه چیز، کی شما رو به شما این اجازه رو داده؟ چه کسی به شما اجازه داده که این همه اعدام، این همه سرکوب، این همه جنایت انجام بدید؟ چه کسی به شما اجازه داده اینجوری سرنوشت مردم رو رقم بزنید؟ سوال مردمه و به هر حال اینا نعوج دعواهاشون رو نشون میده. حالا بیشتر صحبت میکنم، کانال جدید بفرمایید. الو قطع شد بعد. و تو همین دعواها شما نگاه میکنید میبینید که رفسنجانی میگه که اخیراً هشدار داده، میگه اگر انتخابات رو به مردم تحمیل کنیم شرارت پیش میآید. ببینید با چه کدهایی همدیگر رو تهدید میکنن و در واقع اشاره اون به انتخابات سال 88 داره میترسونه و مسئله اینه که اینا همشون از اعتراض مردم میترسن و میبینید که ما مردم چگونه اینا رو به جنگ همدیگر انداختیم که اینجوری توی دعواهاشون با پیش کشیدن اعتراضات مردم، با پیش کشیدن خطر مبارزه مردم، اینجوری همدیگر رو مورد تهدید قرار میدن و سعی میکنن سهمی بگیرن و سعی میکنن که بالاخره سنگری رو بگیرن. یا مثلا لاریجانی میگه معنا نداره که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشه. دعوای لاریجانی با روحانی. بعد نماینده دفتر امام تو بسیج در جواب رفسنجانی میگه که رفسنجانی با فرجام تلخ آیت الله منتظری مواجه خواهد شد. اینم تهدید نماینده دفتر امام تو بسیج هستش. و باز روحانی صحبت میکنه، میگه که اگر قرار باشد تنها کاندیداها یک جناب مجلس برون انتخاباتی لازم نیست. خنده داره. و جواب ما مردم چیه؟ جواب ما مردم اینه کاندیداهای هر کدوم شما بره اونجا این انتخابات نیست. کل وقتی به دعواهاشون نگاه میکنی، به مجلسشون نگاه میکنی، به قوه قضاییهشون نگاه میکنی، به خبرگانشون نگاه میکنی، به دم و دست، همش مرکز فساد، جنایت، کشتار، تحجر، عقب ماندگی. مردم چه جای چه برای این مراکز مردم چیه میخوان انتخاب کنن؟ انتخابات پوچه برای اینا، لوکس اسم انتخابات بیاری، برای کجا مردم میخوان باشن؟ کانال جدید بفرمایید. سلام، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. حال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. خانم دانشور، حال شما خوبه؟ خیلی ممنونم. صحبت کنید در مورد رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت. شما صحبتتون چیه؟ آه.
حالا قدرت دستی معلومه من قدرت دستی کی باشه؟ بله من جوابتون میدم، خیلی ممنون. بله میگن قدرت با دست کی باشه؟ قدرت با دست مردم باشه. تمام جناح‌های حکومت همه دار دستاشون باشه، باید شرشون رو کم کنن و برن کنار. تمام ابزارهای سرکوب این حکومت باید به منحل بشه، باید داغون بشه. قدرت باید دست مردم باشه و تمام مردم هیچ انتخابی تو این حکومت ندارن. مجلس اسلامی جای تصویب قوانین ضد مردمه، اساسش رو قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قانون ضد زنه، قانون ضد انسانه، قانون تبعیض نابرابیه، قانونی که جمهوری اسلامی از اون رو پایه‌گذاری شده. خمینی اومد گفت جمهوری اسلامی نه یک کلام کمتر نه یک کلام بیشتر، و دیدیم چطوری 30 چند سال پدر مردم در اومد. بنابراین انتخابات برای چی؟ و همه اینا رو تجربه کردن مردم. و جواب ما، انتخاب ما مردم، همونطور که تو برنامه های مختلف گفتیم. کانال جدید بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ سلام، متشکرم، بفرمایید. بله، بنابراین انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامیه. انتخاب مردم پایان دادن به عمر ننگین این حکومت و جنایت هاشه، پایان دادن به اعتصابه، به فقره، به سرکوبه، به جنایت، به این هاست. اینها انتخاب مردمه. چیزی که جنگ ما اینا رو به جون هم دیگه انداخته می از... کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. خانم دکتر، من اتفاقا امروز تو شیش و بشه این بودم که من یه موضوع رو با شما در جریان بودم، نمیدونستم چجوری بگم. بعد از اینکه خدا میخواست اصلا چیز برنامه تون نمونه، موضوع برنامه تون. بله بعد خانم دانشمند، شما که میگید قدرت باید دست مردم باشه، پس شما این اپوزیسیون میگن چی میگن؟ ما بیادم سیاسی بلد نیستیم. شما چرا اونور با هم کنار نمیایید؟ شما این اونوری ها، اونور خوبی ها، خانم دانشمند. بله جواب میدم. بله در مورد این صحبت میکنم، ولی شما در مورد موضوع بگید، در مورد دعواهای درون حکومت، در مورد اعتراضات مردم صحبت بکنید. خب اینا که کارشون معلومه، اینا که تکلیفشون مشخصه، اینا همه با هم میجنگن واسه خودشون، نه به فکر مردم که نیستن که. بله دقیقاً. فقط من موندم شماها چرا به فکر مردم نیستید؟ آخه شما که اونوری بیاید با هم اتحاد پیدا کنید، بیاید با هم متحد بشید، بیاید با اینا رو از بین ببرید، بعد حالا برید چه خودتون با هم اختلاف کنید. ما با شما کاری نداریم، به خدا هر کی به خود رسید بشینه. ولی شما هم خود اونوری با هم کنار نمیاید. متشکرم. اینا دارن تو مردم رو بیچاره میکنن. بله بله، من جواب میدم صحبتتون رو. خیلی ممنونم از نکته که گفتید. خواهش میکنم. ممنون. بله خواهش میکنم. ببینید سر همین مسئله انتخابات جمهوری اسلامی، حزب کمونیست کارگر ایران، حزب حکمتیست، کماله بیانیه مشترک دادن. ما اونجایی که در اعتراضات خیلی وقتا اعتراض مشترک سازمان میدیم برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام. ما بیانیه سرنگونی جمهوری اسلامی رو دادیم، گفتیم بیانیه سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی کلیت حکومت اسلامی باید همه با هم دیگه سرنگون بشه، همشون باید برن کنار، همه جناحاشون، تمام دستگاه سرکوب شد. و گفتم هر نهاد و هر سازمان و هر نیروی با این خواست هست بیاد با هم دیگه کار بکنی. بنابراین ما تا اونجا که به حزب کمونیست کارگر ایران برمیگرده، ما پیش قدم بودیم، همیشه طرح دادیم و هر جا هم که در عمل لازم بوده کار متحد کردیم. من نگران نباشه دوست عزیز، تا اونجایی که مسئله مبارزه علیه جمهوری اسلامی باشه، هر حرکتی علیه جمهوری اسلامی باشه، ما اپوزیسیون با اونجا با هم متحدیم. نگران این نباشید. اونجایی که میخوایم زندانی سیاسی آزاد بشه، اونجایی که میخوایم اعدام نباشه، اونجایی که میخوایم زن و مرد برابر باشن، اونجایی که در مقابل جمهوری اسلامی تعرض کردیم، ما متحدیم و وایسادیم با هم دیگه کار مبارزه میکنیم.
مردم چطور انتخاب میکنن؟ مردم که یک ائتلافی رو انتخاب نمیکنن، همه احزاب با هر نظر هر چیزی با هم دیگه، بعد مردم اونو انتخاب کنن. نه، هر حزبی حرف خودشو داره، بحث خودشو داره، راهکار خودشو داره. مردم بر اساس اینکه کدوم حزب کدوم نیرو حرف درون میزنن انتخابش میکنن، میان عضوش میشن، میان باهاش فعالیت میکنن. تو تمام دنیا هم همینجوری، احزاب همینجوری عضوگیری میشه. بنابراین اینم ناراحت نشید. اگه فکر میکنه حرفای ما حرفای شماست، اگه فکر میکنه حرفای ما راه نشون میده به شما، چشم اندازی رو مقابلتون قرار میده، جوابی به این احساس، بیاید با این حس فعالیت کنید، بیاید عضو این حس بشید. و همونطور که خودتون گفتید اینا به فکر مردم نیستن. خب دقیقاً، بنابراین روشنه که مردم همه میخوان سر به تن این حکومت نباشه، هیچ جناحش، هیچ بخشی از این حکومت. و اگر بحث بر سر دعواهای درون حکومته، همیشه مردم خوشحال میشن دعواهای درون حکومت. اینو بر سر همه چیز دعوا دارن، بر سر کرسی های قدرت دعوا دارن، همونطور گفتم برای اینکه اون وسیلهیه که بتونن بیشتر با دست بازتری دزدی کنن، با دست بازتری کار خودشون رو پیش ببرن. و در اینا هر بخشی فکر میکنه اون راه داره در مقابل اینکه جامعه رو، نظام رو حفظ بکنه. همه اینا طبعا روی یه چیزی وحدت نظر دارن، اونم حفظ نظام. همه اینا میخوان جمهوری اسلامی بماند، همه اینا میخوان این حکومت سر جای خودش باشد، منتها هر کدوم فکر میکنن اون طرح داره، اون نظر داره. بعد از برجام دیدید دعواهاشون بالا گرفت. خب همه اینا میخواد، یعنی ما مردم اینا رو وادار کردیم برن پای مذاکره، ما مردم اینا رو وادار کردیم که جام زهر بنوشن. بخاطر اقتصادشون داغون شده بود، داشت منفجر میشد، داشت فرو میریخت و مردم هم خواستایی داشتن و اینا چاره‌ای ندیدن. ولی بعد از خب هم خامنه ای، هم رفسنجانی، روحانی، همشون میخواستن این مذاکره صورت بگیره و تحریم ها از بین بره. ولی کن برای کانال جدید بفرمایید. سلام بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. بفرمایید دوست عزیز. من نظری که داشتم در مورد جنگ قدرت فران حکومت اسلامی در ایران این بود که وقت بعد صدای شما متاسفانه قطع شد. دوست عزیز متاسفم، دوباره زنگ بزنید بیاید نظرتون رو اینجا تر بکنید. به هر حال داشتم این رو میگفتم. خب برای دولت روحانی این گفتمان ها استراتژیک هست، میخواد این رابطه. کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید، خوبید؟ سلام، متشکرم. بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. بله، من شبکتون یک قطعه میشه، نمیدونم چیه بر اومده. آه بله بله، متاسفم، ولی صدای ما رو دارید به هر حال. صدای شما هم نه یه چیز میشه، یه پیتر میزنه، یعنی یه لحظه میاد بعد یه چلوت میشه. خب خیلی متاسفم، به هر حال خوشحال شدم که زنگ زدید. بفرمایید نظر شما چیه در این مورد؟ من نمیدونم اصلا موضوع چیه. رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت. این رفسنجانی که ببخشید یه دونه کیسه زباله است که بس اقیمش برد. خامنه هم همینجور و بران بقیه سران دولت هم به این صورت هم همشون خیانتکار و جنایتکار. از سال 57 این و هیچ کاری برای ایران انجام ندادن، هیچ کاری. دانشگاه رو بستن، کلاس های درس رو از همون 50 تا بود 50 تا کردن، گرونی و نفت اون رو دارن مفت میدن میره. به قول معروف الان هم تازگی ها خانم دانشگاه بچه های کم سن سال هستن راهنمایی و دبیرستان و یه گروه های درست که از دولت مامور اطلاعات هم فکر میکنن 100% اینا رو دارن اخبار میکنن، گول میزنن، بیچارهشون میکنن. پسرها هم همینجور اصلا هیچ کاری انجام ندن، یه برج میلاد برای مردم ساختن، این پوزشو دادن و اینا که دارن پارازیت میدازن، استرافن میکنن صحبت ها رو. از اون بر
تو این مدت که از بر رنگ میزنن، این همه خیانتکارن، این همه جنایتکارن، بس ماها رو مسلح کنید، یه دونه مبارزه مسلحانه کنیم، کار اینا رو بسازیم. اینا جایگاهی تو ایران ندارن، بس کم کم اینا رو منزوی کنید. چون ما تو کشور خارج با این مثلا الان شما به نظر من رو نمیدونم حالا شرایط اونجا چی جوریه، ولی خب تا اونجا که من اطلاع دارم همین برگاه جریمه های راهبر و نمیدونم برگاه فیش آب و برق و اینا رو همه رو ببرید، یعنی چی بچه ها این مردم فکر کنن براتون، اینا رو تو جامعه جهانی یا همین گرونی مال شیر و مواد غذایی اینا رو ببینید، همه رو چیز کنید، یه باتون کنید تو سر اینا بزنید، نوک حمله تون رو از بیرون انجام بدید، مردم هم خود به خود داخل کشور میان طرفتون، اینا رو جمع کنیم و کثافت رو از روی دامان این جمهوری چی دامان ایران پاک کنیم بره. بله متشکرم، خیلی ممنون، درود به شما. بله متاسفم که گفتن صدا قطع و وصل میشه، برحال تصویر جالبی دادند از رفسنجانی و خامنه ای و اینا که چه کثافتی هستن و چه بلای سر مردم آوردن. خب گفتن ما رو مسلح کنید، ببینید اسلحه به موقع خودش پیدا میشه، مشکل نبوده اسلحه نیست، مثلا اینه که مردم باید متشکل باشن، مردم باید سازمان یافته باشن، مردم باید دور اهداف روشنی باشن تا بدونن اون اسلحه رو برای چی دست گرفتن، میخوان چه بکنن. به همین دلیل راهکار ما مبارزات مردم برای یک زندگی انسانی است، راهکار ما مبارزه مردم علیه جهنم جمهوری اسلامی برای همین خواستایی که داریم، عقب زدن تعرضات جمهوری اسلامی، تحمیل خواستامون، عقب قدم به قدم این حکومت رو عقب زدن، اینها ما رو هم صف ما رو متحدتر میکنه، هم دشمن اون رو ضعیفتر میکنه و هم ما رو نزدیکتر میکنه به اون لحظه‌ای که جامعه آماده میشه که واقعا اسلحه دست بگیره، جامعه آماده میشه واقعا بجنگه، جامعه آماده میشه که دست به اعتراضات خیابانی بزنه، دست بریزه به خیابون و خواستای خودش رو فریاد بزنه. حتی به درجه ای که مردم متحدترن متشکلترن، راستش خیلی وقتا کار به اسلحه هم نمی کشه. مگه ندیده تو شش دی اینا گفتن که هلیکوپترشون نمیدونم هواپیمای شخصیشون آماده بود که خامنه ای رو فرار ببره، از ایران بیرون ببره. بنابراین بیشتر از این اینا از مردم میترسن و وحشت دارن، اینا تجربه سرنگونی مبارک رو دارن، تجربه سرنگونی بن علی توی تونس رو دارن. بنابراین اگر مردم بیان بیرون، اینا مطمئن باشید که پا به فرار میذارن. بنابراین این ضمن این که خب روشنه اونجا هم که نیروی سرکوب خودشون رو به خیابون میکشونن، خب مردم سازمان یافته بهتر میتونن در مقابل نیروهای سرکوبگر دشمنشون بجنگن، بهتر میتونن اونا رو عقب بزنن، بهتر میتونن محلات و مراکز مختلف شهر رو از وجود اونا پاک بکنن. بنابراین این مسئله اینه که همین امروز باید چه کار کرد که به این مقطع ما برسیم. مسئله این هستش. در حال دوستان زنگ بزنید، بیاید صحبت بکنید، بیاید تو این بحث شرکت بکنید. ما مردم با مبارزاتمون هست که حکومت سران حکومت اینطوری به جون هم دیگه انداختیم، ما مردم با زیر فشار، ما مردم هست زیر فشار اعتراضات هر روزه کارگران، فشار اعتراضات معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کل جامعه هست که اینا اینطوری به جنگ هم افتادن و اینجوری در واقع سنگ رو سنگ بنا نیست. همین الان فرض کنید مسئله زمینه اقتصاد بگید، خب رابطه با غرب برقرار کردن، سرمایه ها رو میخوان جذب کنن، اما اینجا تو جمهوری اسلامی حکومت در حکومت، هر کسی برای خودش قدرتی، هر کسی برای خودش داره دست این مسلح خودش رو داره. بنابراین سرمایه گذاری خود به خود امنیتی نداره با این وضعیت.
بی سر سامانی که تو درون حکومت هستش. اینه که مهمه که شما ببینید که چه جایگاهی داره مسئله اختلافات درون حکومت برای ما مردم، جایگاهش چیه. همین الان تو مقطع انتخابات میبینیم که اینا حادتر شده، میبینیم شدیدتر شده. این برای ما مردم چه جایی داره؟ ما میگیم تو این شرایط میشه تعرضی تر مبارزاتمون رو جلو ببریم. همین الان بخشنامه رئیس حراست پالایشگاه نفت رو گفتم که میگه با توجه به اینکه باستانه انتخابات هست و برای اینکه اعتراضات کارگری نشه، دستمزدهای عقب مانده شون رو بپردازه، ایدیاشون رو بپردازه. خب این نشون میده که بنابراین تو این شرایط که اینا اینقدر وحشت زدن، اینطور به جونم دیگه افتادن، موقع تعرضی تر بودن ما، موقع مبارزات گسترده تر ما، موقع تر خواستامون و فشار آوردن بیشتر به این هاست. و دوستانم شما هم بیاید تو این زمینه صحبت کنید، چه با توجه به اوج اختلافاتشون، تشدید اختلافاتشون، اونم تو این مسئله انتخابات، تو این شرایط ما مردم چه کار میتونیم بکنیم، چه کار کنیم که قوی تر بیان جلو، چه کار کنیم که اعتراضاتمون رو گسترده تر به پیش ببریم، چه کار کنیم که اینا رو بیشتر به جون هم دیگه بندازیم، چه کار بکنیم که اینا ضعیفتر و ضعیفتر بشن. و این موضوع مهمیه که ما اینجا توی دستور برنامه گذاشتیم. ببینید بی دلیل نیستش که میگه اگر انتخابات آزاد نباشه ممکنه که شرارت پیش بیاد. رفسنجانی اینو میگه، بی دلیل نیست، داره اشاره میکنه به سال 88. جمهوری اسلامی تجربه سال 88 رو داره، دید که چگونه. کانال جدید بفرمایید. با من هستید؟ صحبت کنید، شما زنگ زدید تو بحث شرکت کنید. بله من درود میگم. عرض کنم که الان بحث آیه رفسنجانی، خانم من توی خبرهایی که این چند روزه منتشر شده من خوندم که این پسرش رو علکی حکومت زندانی کرد، مثلا یک مدتی مهدی هاشمی رو که از پولای مملکت دزدیده بود و اختلاط کرده بود و این صحبت ها، این زندانی که شده بود حالا یک دو هفته هستش که رفته بود مرخصی، بعد حالا این دو هفتهش تموم شده، قوه قضاییه هر چیه از این خانواده درخواست میکنه که بیاد برگرده، مرخصی تمام شده برگرده به زندان. این خانواده هاشمی اصلا موافقت نمیکنن. بعد روابط عمومی خانواده هاشمی هم گفته این درخواست قوه قضاییه اصلا منطقی نیستش و ما باید مثل همه یه جور باشه، هم برخورد قوه قضاییه با خانواده هاشمی باید مثل همه باشه، ما با هم جوری میسیم. این صحبت ها چند شب پیش هم جلسه گرفته بودن و خانواده هاشمی برای قوه قضاییه قرار وثیقه 50 میلیاردی گذاشته بودن که گفتم باید این وثیقه رو بذاره تا ما مهدی هاشمی رو بفرستیم بره به زندان. و بعد وکیل قوه قضاییه هم گفته بوده که ما به این حکم خانواده هاشمی اعتراض میکنیم، این حکم اصلا عادلانه نیست. و اصلا یک بساط، یک جلسات و یک اخباری آدم میشنوه، اصلا معلوم نیست این آدم تو این مملکت چی کار میکنه. خانواده هاشمی رفسنجانی اصلا این جوری دارن اصلا مملکت رو صاحب شدن، میان برای قوه قضاییه قرار وثیقه 50 میلیاردی میذارن، میان میگه ما نمیخوایم بچه‌مون رو پس بدیم به زندان. جلسه میز اصلا وکیل قوه قضاییه اصلا مونده که چیکار بکنه که بله شما ناراحت وکیل قوه قضاییه نباشید و رفسنجانی و قوه قضاییه و خامنه‌ای و همه اینا یه سیستمن، نگران اون نباشید. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب جنایته و قوانین جمهوری اسلامی قوانین قصاصه، قوانین مجازات های اسلامیه. و یکی از موضوعات دعواشون اینه که اینا خودی هاشون هم میبینید چطوری وقتی به جون هم دیگه میفتن دستگیر میکنن، زندانی میکنن، چطور که به رفسنجانی هم گفته بودن کاری نکن که تو رو هم بفرستیم پیش پسرت. بنابراین دعوای رفسنجانی، دعواهای و
بحثایی که روحانی میکنه، نمیدونم ظریف میکنه، تهدیدی که تو مجلس ظریف رو تهدید کردن، همه اینا، اینا بیش از بیش نشوندهنده به هم ریختن این حکومته، نشوندهنده شق شق شدن این حکومته و نشوندهنده قدرت ما مردمه. بحث بر سر این هستش. بنابراین تو این بحث شرکت کنید و بیاید بگید که با توجه به این وضعیت، با توجه به این دعواهاشون، با توجه به این جنگ و جدالشون، با توجه به موقعیت که امروز هست، ما مردم چیکار میتونیم بکنیم. بیاید و از خواستاتون بگید، از اعتراضاتتون بگید. جواب اینه، موضوع برنامه اینه، از اهمیتش اینجاست. یعنی داره گوشه ای از قدرت ما مردم رو داره نشون میده که این چه خبره تو این حکومت. و شما سر مسئله اقتصادی نگاه میکنید، تو خود گزارشاتی که رسما منتشر شده، مثلا در مورد سپاه پاسداران میگه، میگه سپاه پاسداران از فعالیت‌های اقتصادی بین 10 تا 12 میلیارد دلار در سال درآمد داره. بنابراین سپاه پاسداران کی حریفش میشه؟ ناجا نمیدونم کی حریفش میشه؟ احمدی مقدم رو کی حریفش میشه؟ بازداشتش کردن، دید دو گزارش دزدی‌هاش هم دادن ولی رفت به کارش. بابک زنجانی و مرتضوی رو چه کسی حریفش میشه؟ کانال جدید بفرمایید. سلام خانم، که علاقه خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. قربان شما، زنده باشید. این الان حکومت به مردم نوید داده که من تحریم های اقتصادی را از مملکت برداشتم. تحریم اقتصادی که به حال مردم فایده نداشته باشه، به حال مردم سودی نداشته باشه، آیا یه لحظه به حال مردم فایده نداشته باشه، هیچ اثری به حال مردم نداشته باشه، از چه ارزشی برای این مملکت داره؟ مملکتی که میخواد مثلا یهاشو 50 حکومت شده در مملکت، یهاشو یا 50 مملکت شده، اگر یه هاش با یه پنجم مگه آقای رخش، ما الان مثلا میگن آقای روحانی رئیس جمهوره، خامنه ای از این بر داخل مملکت دخالت میکنه، داره مثلا خود رفسنجانی از او بر عربده میکشه، آقای نمیدونم ایکس از او بر عربده میکشه، یه چهار تا بچه دیاتی را گرفتن کردن سران مملکت، یه چهار تا بچه دهاتی رو گرفتن آوردن توی مملکت، مثلا یکی داستانش کردن، یکی رئیسش کردن، یکی وزیرش کردن، به هیچ آلیشون هم نیه. اگر ما بگیم آقا این طوری شده، اون چیزهای جواب ما میده که اصلا ما برای اون معنیدار نیست، یعنی جواب و کانه کننده من این ملت نمیدن، ما تحقیق اون توی مملکت چی میشه؟ یعنی میخوام سر این ملت چطوری کلا بگذارن؟ الان داره دزدی میشه، ناامنی میشه، اصلا که افغانی اومده تو این مملکت مثلا بدون ویزا، بدون کفیل، بدون کسی، آخه چرا کسی سوالش نمیگیری پس کجا وارد شدی، چطوری اومدی، از کجا اومدی؟ مثلا این فرده یک باید یک قصد بشه چی جواب میده؟ مثلا یارو تریاتیه هیچی نداره، میره پشت بام مردم دزدی میکنه، مجبوره، چون دیگه وادار میشه که چون پولی تو جیبه این نیست، باعث نامامنی، یعنی کسی که موازی میکنه باشه باعث ناامنی مملکته، چرا جلو اینا رو نمیگیرن، چرا جلو کاسب کار میگیرن، چرا جلو بده این زن و بچه چه کار میکنه، صد میگن صد معاور رو دو چیز کردی، چرا بنزین رو بده، یعنی گرانی چه به بار میاره، گرانی بنزین به بار میاره، چرا ارزان نمیکنه؟ بله، متشکرم، خیلی ممنون. بله، گفتن دولت گفت تحریما رو برمیدار، بره چی به جیب ما میرسه؟ به جیب سپاه پاسداران میره، به جیب داردست‌های حکومتی میره، دزدی‌های کلونی که میکنن. من تو نکاتی داشتم سر صحبت دوستمون، حالا صحبت میکنم. کانال جدید بفرمایید. بفرمایید. الو،
بله قطع شد متاسفانه. ولی اینکه افغان ها اومدن ویزا ندارن، ببینید اینا تبلیغات جمهوری اسلامیه. افغانستان هم کشوری بوده، بسیاری از مردم اونجا اسیر جنگ بودن، اسیر ناایمنی بودن، اومدن. انسان ها هر جای آزادن زندگی کنن و ما دشمنمون جمهوری اسلامی و این دزدان حاکم هستن. کانال جدید بفرمایید. سلام میکنم. سلام، تشکر میکنم. سلام به شما. متشکرم. دمتان خوبتون. ممنونم، بفرمایید. موضوع برنامه رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت اسلامی، خب همونجور که شما نوشتید واقعا موضوع همینه. اینا سر قدرت دارن با هم می جنگن، باند رفسنجانی و باند خامنه‌ای و اون لاشخورایی هم که پشت داره این یا اون وایستدن به خاطر منافعشون. اگه این به قدرت برسه به حساب وضعشون بهتر میشه، اونام که حالت قدرت در دست دارن میخورن میچاپن اموال مردم و سرمایه ملی رو و دلشون برای مردم نمیست. همونطوری که به حساب بینندگان قبلی هم گفتن، فقط اینکه سر از همون زمان پیغمبر مسلمین هم همیشه جنگ سر قدرت بوده، کی به قدرت برسه و قدرت رو از آن خودش بکنه. و نیا دلشون هیچ وقت اینا به حال مردم نسوخته. و یه موضوع دیگه که در رابطه با این مسئله اینه که مردم نرید تو انتخابات شرکت نکنید، چون کسایی که میرن تو مجلس با نمایندگان مجلس قبلی هیچ فرقی ندارن، از اونا بدترن بهترم نیستن. سال 88 که بچه های مردم ریخته افتاده بودن تو خیابونا، حقشون رو میخواستن، برای آزادی افتاده بودن تو خیابونا مبارزه کردن و متاسفانه از مردم به طور کامل حمایت نشدند و رهبریت درستی نداشتند و خلاصه این جنبش اون این حرکت سرکوب شد فلان. ولی خلاصه بگم ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم، اینه که مجلس به این بی‌غیرتی هیچ خلقی هیچ ملتی ندیده. بله متشکرم، خیلی ممنون، درود به شما. بله تنفرشون رو دیدید چطور اعلام کردن. کانال جدید بفرمایید. آمدش خسته نباشید. متشکرم، سلام میکنم. آمدش ببخشید. بفرمایید. من شما پنج نفوش خیلی قشنگ پیچوندی. آمدش من میگم شما چرا با هم اونجا کنار نمیاد؟ شما میگه هر کاری که به حزب این آقای تلفن چیز تونم که نمیذاره ما بیاییم دو با شما صحبت کنیم. من شما رو دوست عزیز من شما رو نپیچوندم. من نگرم به گوشی خودتون. من شما چرا با هم کنار نمیاد؟ شما میگید حزب کارگری به هر چیزی که به ما رفته شما ما دخالت کنیم. بابا اگه شما واقعا وطنتون رو دوست دارید اون همتون با هم کنار بیایید. حالا برفرض مثلا این حزب نشکینه یه حزب دیگه حکومت دیگه دستش نمیشه، اگه واقعا وطن دوستی بله. بیاید ملت رو نجات بدید. بله من توضیح دادم همه این حزب به فکر خودشون هست، به فکر حکومت هست، هیچ کی به فکر مردم ایران نیست. بله اجازه بدید من جواب شما رو دادم، بازم جواب شما. من شما رو نپیچوندم دوست دارید. من گفتم ما همین الان بیانیه مشترک دادیم سه تا حزب با هم دیگه در رابطه با مسئله انتخابات جمهوری اسلامی و گفتیم مردم جواب ما سرنگونی جمهوری اسلامیه، جواب ما تعرضه، جواب ما مبارزه است. مردم نه رأی میدیم نه تحریم هم کافی نیست، رأی ندادن هم کافی نیست، بلکه تعرضه. و برنامه امروز هم میخواد همین رو بگه، میخواد بگه که اینا میبینید جنگ قدرت این حکومت رو میبینید، دعواهاشون رو میبینید، تو مسئله انتخابات و تو این فضا میبینید چطور به جون هم دیگه افتادن. بهترین فضاست برای اینکه بریزید خواستاتون رو تر کنید، مبارزاتتون رو گسترده تر کنید، اعتراضاتتون رو به پیش ببرید، صفتون رو سازمان بدید با حزب کمونیست کارگری. بنابراین ما راهکار دادیم. ما
تو مبارزات معین هم متحد عمل میکنه. و گفتم نگران نباشید، ما اونجا که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ما اپوزیسیون متحد سر سرنگونی جمهوری اسلامی، سر آزادی خواهی متحدیم. بنابراین چرا شما رو پیچوندم دوست عزیز؟ ولی بیا از اون طرف شما اونجا هستید چیکار باید کرد؟ مبارزاتی که اونجا پیش میبرید چه جایگاهی داره؟ خب خیلی از دوستان مثلا بعضا میام میگن خب باشه این مبارزات هست، ولی کن مثلا فرض کنید که حرف زدن بسه، باید کاری کرد، ما رو مسلح کنید. خب من میگم دوستان اینجوری نیست، ما حرف فقط نمیزنیم، ما داریم اینجا سازمان ایجاد میکنیم، ما داریم اتحاد ایجاد میکنیم، مبارزات ما مهم هست. همین الان مبارزات کارگران پتروشیمی میبینید چه جایگاهی داره، کارگران نفت چه جایگاهی داره، میبینید چگونه جمهوری اسلامی به تته پته افتاده و به وحشت افتاده، میبینید چطوری بخشنامه میده. مسئله اینه. بنابراین موضوع مهمیه که ما همیشه بحث تو دستور بحث گذاشتیم و انتظار دارم دوستان بیان از این زاویه صحبت کنن. همونطور که گفتم، بله دوست قبلی گفتن رأی ندید، ولی رأی ندادن کافی نیست. معلومه که نباید رأی داد، به چی رأی بدیم؟ تو این موقعیت که جمهوری اسلامی اینجوریم به جونم دیگه افتادن، با چی کار کرد؟ چطور مبارزاتمون جلو ببریم که جمهوری اسلامی و این حکومت رو توی مخمصه جدی تری قرار بدیم و چطور ضربه کاری تری بزنیم بهشون؟ من صحبتاشون رو اینجا خوندم، خودتونم مرتب تو صدای سیمای جمهوری اسلامی میشنم، میبینید چطوری به جونم دیگه افتادم، میبینید چطور تو مجلس دعوا میکنم، میبینید چطور سر پولا و دوزی هاشون با هم دعوا دارن. هر دولتی که میاد سر کار بساط خودشو پهن میکنه، تأمین اجتماعی دار دست خودش میذاره، خزانه رو نمیدونم کل موجودی تأمین اجتماعی رو خالی میکنه. همه این بساط ها رو شما خودتون میبینید. سوال ما اینه که تو این وضعیت ما داریم میگیم این وضعیت وضعیت بسیار آماده ای هست برای گسترده کردن اعتراضات. ما میگیم این وضعیت وضعیتیه برای همبستگی بیشتر، برای پیش برده قوی تر مبارزاتمون. شما نظرتون چیه؟ چی کار باید کرد؟ خودتون اوضاع رو چطوری داریم میبینید؟ بیاید تو این بحث شرکت کنیم. رفسنجانی یکی از منفورترین چهرهای جمهوری اسلامیه، از همون یکی از بنیانگذاران حکومت اسلامیه و به قول دوستی که اینجا صحبت کردن میگه هر کدومی حرف خودشو میزنه، خامنه یک حرف میزنه، رفسنجانی یک کاری میکنه، روحانی یک کاری میکنه، هر کدومشون یک کاری میکنن و این یعنی جمهوری اسلامی به هم ریخته، یعنی حکومت در حکومت. یک حکومت نیست، واقعا میشه گفت حکومت در حکومت. و این چیزی که نمیذاره اقتصاد اینا را بیفته، نمیذاره اینها بتونن ثباتی داشته باشن و به همین دلیل میبینید که تو چه مخمصه ای گیر کردن و چقدر از مبارزات ما مردم وحشت دارن. و این مهمه ما این رو ببینیم، این نقطه قوت ماست. بارها به دوستان صحبت کردیم که ببینیم نقطه قوت هامون رو ببینیم و بر اساس اون بتونیم مبارزاتمون رو جلو ببریم. به هر حال بیاید تو بحث شرکت کنید. تو همین زمینه الان در کوران بحثایی که سر انتخابات دارن، شما فکر میکنید باید چی کار کرد؟ چی کار کرد که اینا رو بیشتر بتونم دیگه انداخت؟ چی کار کرد برای اینکه مبارزات خودمون رو قوی تر کنیم؟ با چه خواستایی میشه مبارزاتمون رو جلوتر ببریم؟ اخبار اعتراضاتی که دارید رو بیاید اینجا بگید، از کارهایی که خودتون تو برنامه دارید، پیشنهاداتی که دارید، از طرحهایی که دارید. بحث مهمی هست. کانال جدید بفرمایید.
با سلام خدمت شما، من مجددا اومدم میخواستم به خدمت یه گزارشی بدم. بله. چون من اینجا صداتون و اینا رو هیچ ندارم، فقط میخواستم بگم که الان شهرستان مشهد تمام خراسان به شدت دولت افتاده داره جواناشو خراب میکنه، یعنی داره اونجا فاجعه انسانی داره درست میکنه. بعد تبریز تمام روستاهاشو داره موادای الکلی و کراف و شیشه رو رواج داده، یعنی انقدر زیاده که دیگه شما از آب معدنی هم بیشتر میتونید بگید. کرمان هم همینجور، کرمان هم به شدت الان مردمش افتادن به دوست عزیز. خوبه که حالا اینا روشنه که جمهوری اسلامی خودش توضیح کننده مواد مخدره و این روشنه، ولی از مبارزات مردم، از اعتراضاتشون، از خواستاشون، خوبه از این در این زمینه هم اگه گزارش دارید بدید. بله، ببینیم مردم الان خواستهاشون مشخصه، خواستهاشون مشخصه، مردم از این وضعیت به تنگ اومدن، اصلا دیگه جای آرامش براشون نمونده، حتی برای 20 دقیقه یا نیم ساعت یه لیوان آب خوش از گلوشون نمیره پایین. خواستهای مردم معلومه، فقط چیزه چون به قول معروف الگویی ندارن و نمیدونن چی کار کنن. خب بعد به شدت هم الان دولت داره حالت چیز میگوره، حالت سرکوب میکنه، ولی خب مردم الان اون چی خواسته های خودشون رو مطرح میکنن، ولی چون گرفتار گرونی و این چیزا شدن براشون مهلت نمیده که دولت بخوان کاری انجام بدن. فقط مسئله این جرقن که این جرقه ایجاد بشه و مردم بتونن بریزن بیرون، اونم حالا به کمک کانال جدید و راهنمایی فراخوانای شما. بله متشکرم. بله اوضاع همینه، مردم منتظر جرقه هستن، یعنی اوضاع میبینید که به شدت انفجاریه، گرانی بیداد میکنه، فرق بیداد میکنه، اعتیاد بیداد میکنه و هر روزم قیمت ها بالاتر میره. همین الان دولت اومده گفته ما نرخ تورم رو میخواییم تک رقمی کنیم. خیلی دل بخواهی، هر وقت میخوان تک رقمی میکنن، هر وقت میخوان دو رقمی میکنن، در حالی که قیمت ها بالا میره. خب چگونه است که نرخ تورم تک رقمی میشه ولی بنزین گرون میشه؟ چطوره که نرخ تک رقمی میشه نرخ تورم ولی کن همه مواد غذایی گرون میشه؟ چطور میخواد تک رقمی بشه ولی جز برنامه توسعهشون افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی؟ کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام، بفرمایید. خسته نوازی جلب میکنم به شما و تشکر از برنامه خوبتون، موضوع خوبی که انتخاب کردید. ببینید با توجه به اینکه الان این ایام کنالا میشه گفتن دقیق فرجیده و به نظر من دقیق زجره، واقعا این ایامیه که برای ملت جز زجر و جز خونه دلی چیزیه نه اوردن اینا و ادعاشون اینه که برای ملت ایران آزادی اوردن. کدوم آزادی؟ این دهه زجری که برای ملت ارمغان اوردید مردم الان میدونن میفهمن. الان آقای رفسنجانی با سران حکومت اسلامی در حال جنگ قدرت هست. ببینید قدرت در واقع مثل یه توپیه که الان آقای رفسنجانی، بله این قبلا توضیح دادید، خیلی ممنون. ببینید با کلمات بازی نکنید، من میفهمم که شما اینجا میخواید چیکار بکنید، ما زبان شما رو میفهمیم. به هر حال دهه زجر نخیر، دهه زجر نیست، مسئله اینه که مصادف با سالگرد انقلاب 57 است. انقلاب 57 مردم خواستایی داشتن، مبارزه کردن، جمهوری اسلامی با سرکوب با جنایت انقلاب مردم عقب زد، با همراهی غرب، آمریکا و بخش ائتلافی از نیروهای ملی اسلامی، همه با هم دیگه دست به دست هم دادن علیه انقلاب مردم، انقلاب مردم عقب زدن. بنابراین اینا تبلیغات جمهوری اسلامی به تبلیغات کانال جدید. بفرمایید. خانم دانشور،
دانشم من قطع شدم، میگفتم که این توپ بله. قدرت من قطع کردم به خاطر اینکه شما میاد اینجا و فقط شروع میکنید وقت برنامه ما رو میگیرید. من گفتم رو موضوع صحبت کنید، من قطع کردم و دیگه شما بنزه کافی صحبت کردید. فکر نکنید که میتونید برنامه کانال جدید رو به بازی بگیرید. بله به هر حال میخوام بگم اینا تبلیغاتی که تحت عنوان دفاع از حکومت شیعه، تحت عنوان اینکه محکوم کردن انقلاب مردم، تحت این عناوین میگن دهه زجر، همه عنوان ها رو طرح میکنن، در حالی که مردم انقلاب کردن برای اینکه خواستایی داشتن و درسای انقلاب 57 برای ما اینه که امروز بدونیم با چشم روشن و با چشمانداز روشنی بتونیم مبارزاتمون رو جلو ببریم. اجازه ندیم از بالای سر ما نقشه بریزن، چشم امید به غرب و آمریکا و اینها نداشته باشیم و بدونیم که راه رهایی انقلاب ما مردمه، به دست خود ما مردمه و گرفتن قدرت توسط خود ما مردمه. این راه رهایی هستش. و دوست قبلیمون صحبتی کردن، گفتن مبارزه هست ولی مردم الگو ندارن و ما اتفاقا تلاش ما همینه که توضیح بدیم که چگونه میشه حکومت اسلامی رو سرنگون کرد و چگونه میشه جلوی این رو گرفت که دوباره دیکتاتوری برگرده. و شرط و ضمانتش چی هست؟ خود ما مردم هستیم. تا وقتی ما خودمون مردم تو میدون باشیم، مبارزاتمون رو به پیش بریم، قوانینمون رو به کرسی بنشونیم، هیچ کس نمیتونه انقلاب ما رو عقب بزنه، مبارزه ما رو عقب بزنه، به انحراف بکشونه و دوباره همون آش بشه و همون کاسه. بنابراین راهش اینه. در حال دوستان بیاید تو بحث شرکت کنید، رفسنجانی و جنگ قدرت سران حکومت. همونطور که گفتم این جنگ جنگ تازه نیست، همیشه اینا دعوا داشتن، همیشه جناح‌های مختلف و حکومتی مین رو در رو هم دیگه ایستادن، به خاطر اینکه این حکومت اساساً بحران سیاسی از همون ابتدا با بحران سیاسی درگیر بوده. دلیلش هم اینه که با سرکوب مردم رو عقب زده و پایه‌های حکومت رو گذاشته و مردمی که از انقلاب 57 اومدن خواستایی دارن، این مردم همچنان جنگیدن برای خواستاشون. این مردم تسلیم نشدن، این مردم تسلیم قوانین ارتجای اسلامی نشدن، تسلیم حجاب نشدن، تسلیم ارتجا و جنایات جمهوری اسلامی نشدن و این جنگ هر روزه مردم با این حکومت بر سر حجاب، بر سر موزیک، بر سر زندگی، بر سر معیشت، بر سر همه اینها باعث شده که همیشه این حکومت در یک بحران و در یک کشاکش دائمی باشه، بر سر چگونگی اداره جامعه، بر سر چگونگی ادامه عمر ننگین خودش، بر سر اینکه چگونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. و هر کدوم از جناح‌های حکومت اومدن با طرح خودشون، با برنامه خودشون، یکی با لبخند، یکی با بی لبخند، یکی با شال بنفش، همه اومده یک نقشه و یک سیاستی رو به پیش بردن، همه بخش های یک حکومت. دستگاه های این حکومت چیزی که میگن الان دعوا برش هست، انتخابات برای مجلس، انتخابات برای خبرگان، اینا نهادهای جنایت این حکومت، نهادهای فاسد و مرکز مرتجعین حکومت هم. بنابراین انتخابات برای این معنی نداره. کانال جدید بفرمایید. حسن عباشی خانم دانشان سلام، متشکرم، بفرمایید. خانم دانشان میگم این حکومت جمهوری اسلامی اونقدر سیاست زیاده که تو هر خانواده ای الان دو تا بسیجی حداقلش هست، یا سپاهی یا نمیدونم نظامی هست. دو پنج شیش نفر از خانواده میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، دو نفر میگن درود بر خامنه ای. مار تو آسین خودمونه، چجوری مثلا ما اینو اصلا جنابالی خود تصور کنیم؟ میشه اصلا اینو جمعش کنیم؟ بله من جواب میدم. این تصویر که شما میگید واقعی نیست. میدونه چرا؟ به خاطر اینکه خود حکومت داره میگه،
خود حکومت میگه 80% مردم، 90% مردم زیر این خط فقرن و اون 90% مردم میگه مرگ بر جمهوری اسلامی. سال 88 مردم میلیونی ریختن تو خیابون و گفتن مرگ بر دیکتاتوری. بنابراین تصویر شما واقعی نیستش. کانال جدید بفرمایید. درود به شما خانم دانشور، سخت نواشید از میکنم از آبودا مزاهم میشم. بله درود به شما، بفرمایید. خانم دانشور، در رابطه با موضوع برنامه تون، این جنگ بین سران حکومت اسلامی، من واقعیتشو بخواید، یعنی چیزی که خودم استنباطشو میکنم، اینو من زیاد واقعی نمیدونم. اینا همیشه اگر شما دم انتخابات های سالهای قبل هم نگاه میکردید به گفتاری که اینا دم انتخابات پیدا میکنن، این هم یک چنین بازی هایی رو با هم انجام میدن. حالا نمیگم که کلن واقعا وجود نداره، وجود داره، ولی هر دوی اصولگره ها و اسلامی، یعنی هم آقای رفسنجانی هم آقای خامنه ای معتقده به انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی هستن. اینا هر دوشون به اصطلاح میخوان یه راهی رو پیش ببرن که حکومت اسلامی بمونه و من معتقدم نیرویی که باعث شده اینا امروز به دلقک های سیابازی بیان دلوی مردم این بازی ها رو انجام بدن، زنان و دختران جامعه ایرانی بودن که هیچ وقت توی این 37 سال تسلیم حجاب اجباری نشدن، که درود بر شرفشون. من واقعا درود میفرستم به این دختران ایرانی که تسلیم حجاب اجباری نشدن. اینا سال ها دارن نمیدونن تبلیغات میکنن، انواع و اقسام روش ها رو پیاده کردن، ولی بازم اینا تسلیم نشدن. ای کاش ما مردهای ایرانی هم یک کم نگاه به این زنا و دخترها میکردیم، از اینا یاد میگرفتیم، تا راه مبارزه منون پیدا میکردیم و میومدیم با اینا مبارزه میکردیم. نه اینکه چیزی که دستی قرآن کنیم که آقا این میشه اون نمیشه. راه مبارزه آسونه، کافیه یک روز به عنوان مثال خانمای ایرانی با هم قرار بذارن، یه عده خیلی زیادی روسری ها رو بردارن بیان تو خیابون، خیلی راحتی که یکی رو دوتا رو شاید دستگیر کنن، ولی 200-300 نفر رو نمیتونن با هم دستگیر کنن. مردای ایرانی هم اگر تلی دارید آقا برای همبستگی ما با هم، بیاید ببینید روی این خط. این که بیاید اینجا فقط ناله کنید فایده نداره، بیاید راهکار بدید آقایون. مرگ بر حکومت اسلامی. درود بر شما خانم دانشور. درود به شما، متشکرم. بله درخواست ایشون این بود که بیاید راهکار بدید، بیاید در مبارزاتتون بگید، پیشنهاد خوبی کردن. در حال منتها بگم اینا جنگشون واقعیه، واقعیتش به خاطر قدرت، به خاطر پول، به خاطر ثروت، به خاطر اینکه هر کدوم در این حال فکر میکنن با اون راهکار میتونن جامعه رو اداره کنن، با اون راهکار میتونن عمر جمهوری اسلامی رو بخرن، با اون راهکار میتونن به قول شما انقلاب اسلامیشون رو حفظ کنن، نظامشون رو حفظ کنن. و اینجاست که دیگه میبینید رو در رو هم دیگه قرار میگیرن، هر کدوم باند خودشونو دارن، دار دسته خودشونو دارن، نیروی انتظامی خودشونو دارن، نیرو مسلح خودشونو دارن. و میبینید که چطور اون وقت به همین دلیل است وقتی انتخابات هاست اتفاقا اینا جنگشون بیشتر بالا میگیره. سال 88 داشتیم، الان هم میبینیم دیگه چه چیزایی دارن به هم دیگه میگن. و منطقی من با این حرف شما موافقم که اینها به حال ما مردم هستیم که اینا رو به جون هم دیگه انداختیم، اینا ترس ما مردم هستن که اینجور به جون هم دیگه افتادن. تو دعواهاشون از اینکه شرارت بیشتر میشه بعد فتنه بالا میگیرد، انقلاب فلان میشه و نارضایتی گسترش پیدا کرده، دارن مرتبا از اینا صحبت میکنن، یعنی از ما مردم دارن صحبت میکنن. و این مهمه. بنده این موضوع بحث رو گذاشتیم به خاطر همین که ببینیم تو این موقعیت اینا چطور به جون هم دیگه افتادن و نتیجهش برای ما مردم چیه، نتیجه جنگ اینا برای ما مردم چیه. اولا ما خودمون اینا رو به جون هم دیگه انداختیم، بله، و حالا که به جون هم دیگه انداختیم بنابراین با قدرت بیشتری میتونیم اینا رو عقب بزنیم، با قدرت بیشتری میتونیم مبارزاتون رو جلو ببریم. به همین دلیل میگیم راهکار ما اتفاقا توی کانال جدید. بفرمایید. سلام. بله سلام، بفرمایید. سلام خانم دانشور، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم خانم دانشوردی در خصوص این مسائلی که به اصطلاح از نظر قوه قضاییه ایران در حال که افتادن هر شما بررسی میتونید بکنید میتونید صحبتی داشته باشید یا خیر؟ بله خب صحبت کنید. نمیدونم نکتتون چیه. والا بیخانونی دیگه واقعا داره حکم فرماییش از حد در شده. هر کاری که دلشون بخواد بکنن، هر کاری که میتونن میکنن، واقعا دیگه جون به لب شدن. نهلو قاضی حکم بده بدبختی رو میکنه تو زندان میره دو هفته سر تو خونش، هیچ کس هم نمیتونه این بدبختی رو در بیاره. به چه خاطر؟ به خاطری که مثلا حالا پسرخاله شاکی هست و فامیلی داره، اون شاکی بسیار نسبت فامیلی داره. خب این واقعا این قانون چیه؟ نسبش قانونه؟ اینه که دم از عدالت میزنن؟ آیا این ظلم مورد مسلم نیست؟ بله بله، نکته مهمی رو گفتی. دقیقا من صحبت میکنم. تموم شد صحبتتون؟ بله خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. بله نکته مهمی گفتن. کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاه آدمکشی، دستگاه جنایته. و به قول ایشون مثلا طرف میبینه سپاهیه، طرف بسیجیه، طرف پاسدار، طرف حکومتیه و میتونه راحت پول یکی رو نده، میتونه پول یکی رو بالا بکشه، میتونه سهم یکی رو بگیره و شکایت هم بکنی با مازر رو برون میشی. اینا این کارا رو میکنم. ولی ببینید مردم در اینا شکایت میکنم. ببینید توی دادگستری، برید توی مراکز مختلف دادگاه هاشون ببینید چه خبره، مردم چقدر دارن اعتراض میکنن. این جامعه جامعه نیست که تسلیم شده باشه. خود شما که میاد اینجا صحبت میکنید داره این رو بیان میکنه، منتها در این حال بیان میکنه که چقدر فساد، چقدر بیعدالتی، چقدر جنایت خفته تو همون دستگاه قضاییشون. یعنی دستگاه قضایی دستگاه قضاوت بین حق و حقوق مردم نیست. جامعه ای که اساس قوانینش قصاصه، مجازات اسلامیه، قانونش قانون اساسی جمهوری اسلامیه، بر اساس موازین اسلام بنا شده که ستم کشی زن پایه اونه. خب این عدالت معنی نداره تو اینجا جامعه. با قانون قصاص عدالت معنی نداره، فقط جنایته. و تازه این ابزاری، قوانین اسلامی ابزاری برای حکومت اسلامی که بتونه ثروت‌های کلون به جیب بزنه، ابزاری در پناه صنعت مذهب برای سرمایه‌های کلون این حکومت. دزدی‌های کلون می‌کنن، پولای گنده به جیب می‌زنن، می‌فرستن تو حساب‌هاشون تو اروپا و کشورهای مختلف و بعد یک جوانی رو که به خاطر فقر و بدبختی کشیده شده به دزدی و به اعتیاد، اون وقت اون رو به عنوان مجرم می‌گیرن و اعدام می‌کنن، دستشو میبرن، نمیدونم قانون قصاص در قبالش اجرا میکنن. معلومه شما درست میگید. اتفاقا یکی از خواستای ما مردم لغو دستگاه قضاییش و به دور انداختن تمام قوانین قضاییش و قوانین با کل سیستم قضاییش هستش. این یکی از خواستای مردمه. شما ببینید زندان‌های جمهوری اسلامی چقدر هر سال وارد این زندان‌ها میشن. آمارها رو هزاران جوان رو وارد زندان میکنن. به جای آموزش، به جای تحصیل، به جای همه اینها زندانه. بسیاری از جوان‌ها راهی زندان میشن. به تحت عناوین مختلف گیر میدن. باز از اون برم میبینید داخل خود زندان‌ها محل اعتراض و مبارزه است. به هر حال دوستان، موضوع ما در مورد جنگ قدرت در درون حکومت و سران حکومت. بحث‌های اخیر رفسنجانی به روشنی داره اینو نشون میده، به روشنی داره در هم ریختگی صفوف اینا و بالا گرفتن نزاهاشون نشون میده. و این ما مردم هستیم که اینا رو به جون هم دیگه انداختیم. مسئله اینه که امروز که در بحبه انتخاباتشون جنگشون چنین شدت گرفته، ما مردم چه میتونیم بکنیم؟ بیاید تو این بحث شرکت کنیم. ما مردم چگونه میتونیم مبارزاتمون رو
گسترده تر کنیم، چگونه میتونیم تعرض کنیم، چگونه میتونیم حق و حقوقمونو به کرسی بنشونیم. ببینید کارگران پالایشگاه ها تجمع کردن، نمایندگان ازشون اومدن جلوی از پتروشیمی و از اصلویه و از جاهای مختلف جنوب اومدن جلوی مجلس تهران تجمع کردن. فوراً اینا ترسیدن، فوراً بخشنامه دادن، گفتن دستمزدهای پرداخت نشده شون رو فوری بپردازید به خاطر اینکه مسئله انتخابات مبادا اعتراضات زیاد بشه. کارگران زمستان پورت، زمستان یورت با خانواده هاشون اومدن تجمع کردن، فوراً مجبور شدن یه ماه حقوقشون رو بدن. تازه کارگران گفتن همه طلب هامون رو میخوایم. و الان بهترین شرایطه که برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام، برای خواست افزایش حقوقامون، علیه تعرضاتی که اینو تدارک میبینن، ما صفمون رو متحد کنیم و اعتراض رو سازمان بدیم. و شما خودتون شاید مثالای دیگه ای داشته باشید که تو این شرایط چه کارهایی میشه کرد. تو محلات میشه اعتراض سازمان داد، تو دانشگاه ها میشه اعتراض سازمان داد، اونجایی که نمایندگانشون رو میفرستن برای تبلیغات انتخاباتی میشه اونجا رو به اعتراض تبدیل کرد، میشه در دیوار رو پر از اعتراض کرد و نوشت و خواستامون رو بنویسیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، ما تن به گرانی نمیدیم. الان تو برنامه توسعه ششم گفتن از اول سال قیمت کالای حامل انرژی، نفت، گاز و گرون میشه دوباره، و اون وقت از اون برم ادعا میکنن که میخوان تورم رو یه رقمی کنن. این ادعا رو برای این میکنن که دستمزدها رو افزایش ندن، این ادعا رو برای این میکنن که جواب معلم ها رو ندن، جواب پرستارا رو ندن، جواب بازنشسته رو ندن که وقتی میگه دستمزد من، حقوق من باید اضافه بشه. و اینها مهمه که با حساسیت به اینها نگاه کنیم، این مسائل رو دنبال کنیم و در مقابلش ما هم خودمون رو سازمان بدیم. اونا علیه ما دارن سازمان میدن به خودشون، علیه ما قانون میذارن، علیه تو همین مجلسشون، و بعد میگن انتخابات مجلس. یادم همین اخیراً بحثایی را افتاده بود سر اینکه اگه یه نماینده کارگری بره تو مجلس خب فرق میکنه، نظارت استصوابی نباشه خب بهتر میشه. همه بحث ما این بود، فرض کنید نظارت استصوابی نبود، فرض کنید یه نماینده کارگری رفت تو مجلس، میخواد چی کار کنه؟ تو مجلس اسلامی با قوانین قانون اساسی که نه حق تشکر، نه حق اعتراض، هیچ حقی رو به رسمیت نمیشناسه، اساسش بر تبعیض جنسیت و جداسازی زن و مرده، میخواد نماینده بره اونجا چیکار کنه؟ اونجا طویله است به قول دوستان، مجلس نیست. جمهوری اسلامی اسم انتخابات میذاره برای اینکه پوشش دموکراسی بده به سرکوباش، به جنایتش، به فقر و فلاکتی که تو جامعه حکومت حاکم کرده. و برای حکومت اسلامی مهم اینه که مردم برن پای صندوق‌ها که به غرب و به اروپا و به همه نشون بده ایران امن شده، به سرمایه گذاری کنید، تبلیغاتش رو بالا ببره، وگرنه حتی اون هم براش مهم نیست رأی شما مردم. و به قول خودشون همین الان دارن میگن که از شایبه بر سر مهندسی انتخابات دارن صحبت میکنن. روحانی میگه کاری نکنیم که این شایبه بین مردم، در ذهن مردم را بیفته که مهندسی میشه انتخابات، در حالی که مردم این رژیم آبرو باخته تر از اینه که مردم فقط شایبه باشه. مردم میدونن انتخاباتش مضحکه است، مردم میدونن که اینا همه یه مشتوز جنایتکارن، مردم اعدام ها رو میبینن، مردم سرکوب ها و جنایت های این حکومت رو میبینن، مردم قوانین هر روزه این حکومت رو میبینن که علیهشونه. به قول یکی از دوستانی که زنگ زد، میبینید کارگر دست فروشی که میاد دست فروشی میکنه، مورد تعرض قرار میگیره،
وسایلش رو ضبط میکنن. کارگری که هیچ حق و حقوقی نداره میبینه از کار بیکار میشه بدون بیمه بیکاری، و اون وقت مقامات این حکومت، فاصله حقوق مقامات و کارمندان و کارکنان و دولت رو ببینید با مردم. تو یک گزارش میگفت 90 میلیون میبینید یکی حقوق میبره، از اون بر 720 هزار تومان اون را ماها نمیدن. به حال موضوع برمیگرده به دقیقا تمام موضوعات ما اینجا بحث میکنیم در موردش، مسئله معیشت زندگی ماست و همه تاکید ما از این مسئله، از جنگ درون حکومت و جدالی که تو این حکومت هست، نزاهاشون و شدت گرفتن، اینه که مردم بهترین فرصت برای تعرض ما. و تو همیشه گفتیم این چنینه که ما بساط انتخاباتشون رو تو سرشون خراب میکنیم با مبارزاتمون، با تعرضمون، با پیگیری خواستامون، این چنینه که این بساط رو به هم میریزیم. و فعالانه باید شرکت کنیم، فعالانه باید تعرض کنیم، فعالانه باید جلوی کسانی که سعی میکنن تنور انتخابات رو داغ کنن، سعی میکنن تبلیغاتی بکنن به نفع انتخابات، باید فعالانه جلوشون بیستیم و نقد کنیم، نظراتشون بزنیم کنار، مردم متحد کنیم. کانال جدید بفرمایید. درود به شما. درود به شما، بفرمایید. ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی بر اساس ظلمهایی است که بر مردم روا شده و دعواهایی که بر سر سران قدرت تشکیل میشه در واقع از بنیانهای فراوردهای فرودی افراد داخل کشور هستند. ما مشاهده میکنیم که چه آقای رفسنجانی و چه دیگر از سران رژیم جمهوری اسلامی ایران اگر برآورد کنن که در ساختارهای اصلی نظام کنش‌های خودشون رو به واکنش تبدیل کنن، در واقع مردم موجبات خودشون رو بر وجوبات خودشون ترتیب میدن. ترتیب اثر هر بایدی بر نباید و شاید بر شاید هست. بله متوجه شدم. بله روشن بود صحبت‌های شما، چی شما قبلن هم اومدید صحبت کردید و خلاصه روتون رو کم کنید و برید. بله دوستان، امیدوارم صدا و تصویر رو داشته باشه، چون دوستی گفت که صدای ما رو نداشتن، تصویر ما رو نداشتن و با اشکال و با قطع وصف میشنون. امیدوارم که این مشکل نباشه. به هر حال شما که میاد تو برنامه و شرکت میکنید در این مورد هم به ما اطلاع بدید که وضعیت صدا و تصویر چی هستش. به علاوه این که اگر میبینید خط شلوغه، نمیتونید، پیامی دارید، نکته‌ای دارید، رو تلگرام کانال جدید حتما پیام بذارید. از اون طریق هم میتونید توی بحثا و مباحثی که توی برنامه‌های مستقیم تلویزیون کانال جدید ما تر میکنیم شرکت بکنید. تو این بحث معین، بحث ما اینه که چگونه تو این شرایط میتونیم مبارزاتمون رو گسترده تر جلو ببریم، چگونه میتونیم از جنگ دعواهای درون این قوت بر سر قدرت استفاده کنیم و خواستامون رو به پیش ببریم و اینا رو بیشتر عقب بزنیم و تصویری داشته باشیم از این اوضاع معینی که الان درش قرار داریم تو چه شرایطی هست. دوستان گفتن اینها در واقع با دعواهاشون تنور انتخابات رو داغ کردن، با زدن تو سر همدیگه. صحبت‌های رفسنجانی رو دیدید، صحبت‌هایی که می‌کنه و اینکه از شورای نگهبان می‌پرسه شما به چه حقی همه چیز رو در دست خودتون گرفتید، به چه حقی دارید قضاوت می‌کنید، و ببینید که دیگه به کجا رسیده، چگونه مقابل هم دیگه ایستادن. و همونطور که گفتم ما از کل اینا، از رفسنجانی و تک تکشون اتفاقا همین سوالات رو داریم که شما به چه حقی سرنوشت جامعه رو به دست خودتون گرفتید و اجازه نمیدیم، اجازه نمیدیم که این وضعیت ادامه پیدا کنه با گسترش اعتراضاتمون، اجازه نمیدیم با
تعرض زیگتر کردن مبارزاتمون و با خواستامون میام جلو و راهکار ما مردم این هستش و کل این بساط رو باید جارو کرد. همونطور که گفتم انتخابات برای شما ببینید تو مثلا حکومت‌های غرب، اروپا، جاهای مختلف، بالاخره جاهایی که یه ذره‌ای بالاخره مردم دستاوردهایی دارن، فضا آزادتره، کاندیداهای مختلف انتخاباتی بالاخره میان از طرح‌های اقتصادیشون، سیاسیشون برای جامعه حرف میزنن، جامعه میخواد کجا بره، چیکار میخوان بکنن، در مورد اینا صحبت میکنن. ولی در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم ببینید انتخابات دعواهاشونه، جنگ و جدالاشونه، بر سر پولها، بر سر قدرتشون، بر سر کرسیایی که باید میخوام به دست بیارن و نظارت استصوابی، لغو نظارت استصوابی، دعواهایی که واقعا یادآور دوران قرون وسطا و ماقبل تاریخه. اینا هیچ کدوم به مردم مربوط نیست و متاسفانه میبینید توی جریاناتی که به خودشون میگن اصلاح گرا میفتن دنبال همین مثلا کمپینی که تحت عنوان کمپین لغو نظارت استصوابی را افتاد. خب به اونا گفته بشه که نظارت استصوابی لغو بشه، تازه چی به من و شما به مردم میرسه؟ کل اون مجلس باید زیر رو بشه، کل اون مجلس خبرگانش باید بره کنار، کل اون قوانینش باید بره کنار. شما اومدی سر نظارت استصوابی بحث میکنی و این در واقع تو همین چارچوب همین نظام میخوای داره قر میذاری، تو چارچوب همین حکومت. حتی دعواها و جدالهاشون هم جدال بر سر قوانین ارتجایی حاکم بر این حکومت و 30 چند سال اینجوره. ولی همونطور گفتم توی کشورهای اروپایی شما نگاه میکنید، مثلا الان کاندید نمایندگی دموکرات ها، جمهوری خواه ها، اون چی میگه، اون چی میگه، هر کدوم میان بحثایی میکنن. تازه اینجا هم باز میبینید که بازم مردم نقش زیادی ندارن، باز هم میبینید که تو دموکراسی پارلمانی که هر چند سال یک باری پارلمان رو تشکیل میدن و مردم رو میفرستن خونه، مردم نمیتونن دخالت چندانی داشته باشن، ولی با این حال میبینید بالاخره مردم یک چیزایی رو تحمیل کردن. کانال جدید بفرمایید. سلام میکنم. با درود خانم دانشور، خسته نباشید. درود به شما، بفرمایید. خیلی ممنون. خواهد دانشور، الان آقای ظریف اومده انگلستان میخواد پول جمع کنه واسه مردم سوریه. خب شما میتونه اونجا یه کمپینی تشکیل بدین، بدین اون پولا رو بیاره واسه کارگرهایی که تو ایران 6 ماه 7 ماه 9 ماه حقوق نگرفتن واسه به اونا بده. چرا واسه مردم سوریه خانم دانشور؟ شما اگه واف میگیر میتونه مثل سایر حزبا که روحانی رفته بود پاریس و اینا کمپینی را بندازید. شما و آقای حمید تقوایی آقای این حرفا چون نمیم جلو تلویزیون هم انتخابات بلشو انتخابات بلشو حالا شما هم این فرصت داری اونجا میتونه همین کارا رو انجام بدیم. من بله ببینیم ما این نسل جدید اون نسل 36 سال پیش نیست که فریب حرفاتون رو بخورن. بله که ملت ایران یه خودکشی عظیمی کردن الان هم توش موندن. بله ببینید چه حالا شما یک محترمانه تن صحبت بکنید. بله متوجه شدم که بلای سر خودشون آوردن دیگه. هنای شما رنگ نداره. بله اجازه بدید شما موضوعتون رو مطرح کنید. هنای ما رنگ دارد یا ندارد مردم میفهمن اینجا حرف چیه. ببینید ما نیروی هستیم که اینجا زمین رو زیر پای سران حکومت داغ کردیم. ما نذاشتیم اینا نمایشگاه کتابشون رو توی فرانکفورت بزنن و چون سلمان رشدی اومده بود اونجا جمهوری اسلامی رو انداختن بیرون، فعالین حزب اونجا رو به محل اعتراض خودشون تبدیل کردن. ما نذاشتیم توی کنفرانس برلین رو دیدید چگونه رو سرشون خراب کردیم، نذاشتیم. هر وقت سران این حکومت
جای پایشون یه جایی خواستن حاضر بشن، دیدید اونجا چگونه اعتراض به پا شده. تجمعات اعتراضی بسیاری که جلوی سفارتخونه های جمهوری اسلامی به پا کردیم، تظاهرات هایی که علیه اعدام به پا کردیم، اعتراضات که علیه سنگسار به پا کردیم، اعتراضات برای نجات جان سکینه محمدی، دیدید که چه ابعادی پیدا کرد. بنابراین شما به من درس ندید، به ما درس ندید که چه کار بکنیم. مردم میبینن، مردم این کانال رو دوست دارن، مردم بیننده این کانال هستن و اتفاقا درد شما اینه که حنای ما رنگ داره. اتفاقا درد شما اینه که میبینید وقتی که ما اینجا حرف میزنیم، یه دفعه توی روستایی به اسم شهرویی میبینید مردم میان چطور از این صدای خودشون استفاده میکنن برای اینکه صدای خودشون رو به جامعه برسونن. شما میبینید تو خیلی از شهرهای مختلف، از جاهای مختلف میان رو همین برنامه صحبت میکنن. معلمین دیدید اومدن صحبت کردن و تو تجمعشون گفتن ما از کانال جدید شنیدیم تجمع بوده. بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان وقتی رفتن تو تجمعشون گفتن ما از کانال جدید شنیدیم اعتراض بوده. بنابراین ما میدونیم و این که شما میایید پای این تلویزیون صحبت میکنید قدرت این تلویزیونه. این که میبینید مردم چطور میان در مورد خواستاشون اعتراضاتشون صحبت میکنن و میگن امید ما به کانال جدیده، به حزب کمونیست کارگری ایرانه. تو همین کانال چقدر این صدا رو شنیدید، از زن، از مرد، از کارگر، از شهرهای مختلف. خب دوستان، موضوع بحث به هر حال من میرم رو موضوع بحث به خاطر اینکه بحث مهمی هست، به خاطر اینکه الان تا فاصله مسکه انتخابات جمهوری اسلامی فرصتی رو برای خودمون تعریف بکنیم برای گسترش اعتراضات، برای تنگ کردن عرصه به کل این حکومت، برای پیشبرد مبارزاتمون و دعواهای اینا که این چنین به جون هم دیگه افتادن، بیش از پیش اینا رو در موقعیت تضعیف شده قرار میده، در موقعیت دفاعی قرار میده و ما میتونیم حق حقوقمون رو تحمیل کنیم، میتونیم مبارزاتمون رو جلو ببریم، میتونیم صف خودمون رو سازمان بدیم و طرح ما، پیشنهاد ما برای این دوره اینه. و نه تنها این دوره، این خودش کمک میکنه برای اینکه قدرتمندتر مبارزاتمون رو پیش ببریم. ما راه سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه برای دوستانی که گفتن چگونه این حکومت رو سرنگون کنیم، گفتیم جامعه در حال انفجار، هر آن ممکنه جامعه از یک جایی سر بزنه، اعتراض و ابعاد خیابانی به خودش بگیره. کسی این رو نمیتونه رقم بزنه و تعیین کنه از الان، ولی کن برای اینکه این خشم بتونه اون روزی که بیرون میزنه تداوم داشته باشه و به نتیجه برسه و موفقیت داشته باشه، باید از همین الان سازمانش بدیم، باید از همین الان تو تمام عرصه های مبارزه سازمانش بدیم، از همین الان با خواستای روشنی بیایم جلو. و این تاکید همیشه ما بوده. و الان که بحث سر انتخاباته، دعواهاشون این چنین بالاست، بحث بر بیش از پیش بر سر کل حکومته، بیش از پیش فرصتی برای اینکه بر سر کل این حکومت و بر سر اینکه چه کار بکنیم از این وضعیت خودمون نجات بدیم، بیش از پیش بحث بر سر این جلو میاد. همونطور که اشاره کردم تو صحبتم، خود این دعواها یک فاکتور بسیار مهمیه که حتی از نظر اقتصادی هم که این همه گفتن تحریما برطرف بشود، اقتصاد شکوفا میشود، خود اونم باز نتونه گشایش برای این حکومت باشه. هیئت‌های اروپایی خب اومدن ایران سفر کردن، یکی از گزارشاتشون همین بود، میگفتن اونقدر تو حکومت چند قدرتی هست که معلوم نیست با کی طرفی و این هیچ اطمینان به هیچ سرمایه گذاری نمیده. قیمت نفت هم که هر روز میبینید داره پایین تر میاد،
و یک رکن مهم اقتصاد جامعه ایران نفته و خود اینم باز یکی از فاکتورهایی که میبینید که هیچ گشایشی برای اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود نمیاره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این حکومت طرح‌های ریاضت اقتصادیشو تشدید میکنه، هر روز قانون وضع میکنه علیه مردم، جنجال را میندازه که تورم یه رقمی میشه، نتیجهش این میشه که دستمزد رو فوقش 12% 13% بیشتر افزایش نده، دستمزد 700 هزار تومانی بشه فوقش 800 هزار تومانی، نتیجهش این میشه که از اون برم گسترش خصوصی سازی ها که برای ترغیب صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری و کنار اون بیکارسازی بیشتر، اخراج بیشتر. توی مراکز نفت از یک طرف خصوصی سازی ها، از یک طرف هم پایین اومدن قیمت نفت خب خیلی ها رو صرفه نمی کنه براشون سرمایه گذاری کنن و رها می کنن و می بینید خیلی از مراکز شرکت ها به وضع بلا تکلیفی در میان، کارگرها بیکار میشن و بیکارسازی زیاد میشه. این وضعیتیه که شما شاهدش هستید و خود این باز نتیجهش دعواهای بیشتر و جدالهای بیشتر هستش. راه ما چیه؟ راه ما ایستادن در مقابل تعرضاته. راه ما چیه؟ راه ما حمایت از مبارزات هم دیگه است. راه ما چیه؟ راه ما گسترش مبارزاتمونه. هم الان شما نگاه بکنید میبینید مبارزات وسیعه علیه دوزی های حکومت، همین مال باختگان شاندیز، پدیده شاندیز، دیروز اصفهان تجمع داشتن، الان 2 ماه مرتب این شهر و اون شهر تجمع دارن و میگه مال باخته پدیده بیشکی رأی نمیده، اینم شعارش بود. کارگران رو میبینید هر روز و هر روز در اعتراضن و نمونش بخشنامه مرکز نفته که میبینید حراست نفت از ترسش بخشنامه میده که فوری حقوقا رو پرداخت نشده رو بدید که اوضاع خرابه. معادن مرتباً و مرتباً در اعتراضن. الان خاتون آباد، سرچشمه است، ترزه است، زمستانپورت، معادن کرمان، همه مرتباً در اعتراض و مبارزه هستن. کارخانجات مرتب این کارخونه اون کارخونه و در هر شهری ده‌ها مرکز در اعتراض و مبارزه هستن. با قول اون دوست عزیزمون، زنان یک بخش معترض این جامعه هستن. حجاب نیست، حجابشون رو زدن زمین و یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو زمین زدن و جمهوری اسلامی داره میگه اینو، مرتبا داره در موردش میگه، میگه دیگه الان مسئله بی حجابی هستش و این مبارزات یعنی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی، یعنی عقب زدن جمهوری اسلامی و همین مبارزات و امروز تو این شرایط تشدید این مبارزات یعنی فشار بیشتر بر حکومت اسلامی. تصادفی نیست الان تو همین 2 ماهه اخیر نگاه بکنید ببینید ابعاد اعتراضات کارگری رو ببینید چقدر گسترده تر شده و این یعنی نه به انتخابات، یعنی نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به کل این بساطش. اعتراضات ما یعنی نه به جمهوری اسلامی، هر اعتراضی که انجام میدید، اعتراض علیه بیکاری، اعتراض برای حق حقوقتون، اعتراض علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اعتراض در دفاع از زندانی سیاسی، اعتراض تو هر زمینه یعنی نه به جمهوری اسلامی. و این راهکاریه که ما میگیم در این مقطع به ویژه جواب ما چی هست؟ جواب ما به مسئله انتخابات جمهوری اسلامی چی هستش؟ و همونطور که تو بیانیه های حزبم اعلام کردیم، انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامیه. به هر حال دوستان بیاید
وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، نیم ساعتی بیشتر از برنامه باقی نمونده، تو این نیم ساعت باقی مانده بیاید تو این بحث اظهار نظر کنید، بیاید در مورد اینکه تو این فضا تو این شرایط چه کارها میشه کرد، نظر شما چی هست، بیاید اظهار نظر کنید و بیاید صحبت کنید که چگونه میشه از این وضعیت از این شرایط استفاده کنیم برای اینکه بیشتر این حکومت رو به عقب بزنیم. حقیقتا ما باید صف سازمان یافته داشته باشیم، صف خودمون رو آماده تر بکنیم، دوره دوره سازمانیابی، دوره دوره تشکل انجی های مختلف رو تشکیل بدیم، نهادهای مختلف رو تشکیل بدیم، به شکل های مختلف گروه های مبارزاتیمون رو تو تلگرام و همه جا را بندازیم. به قول یکی از دوستان میگفتش که سر مسکه انتخابات جمهوری اسلامی همه این گفتمان ها رو ببریم توی کانال های تلگرام و بحث بذاریم، اگه کوچکترین تردیدی هست جواب بدیم، این تردیدها رو از بین ببریم و همه مردم متحد بشن سر کار و عملی که باید انجام بدن. این مهم هستش. به طور مثال دوستی تو تلگرام اتفاقا این پیغام گذاشته و گفته بود که به طور پیوسته از طریق تلگرام اطرافیانم را بعدم شرکت در انتخابات ترغیب میکنم و دلایل این کار را بیان میکنم و عکس‌ها و نوشته هایی که مربوط به عدم شرکت در انتخابات تو اینترنت بر میدارم و اونها رو برای مخاطبان مختلف ارسال میکنم. درود به این دوست عزیز، شما هم باید همین کار بکنید. همین برنامه هایی که توی کانال تلویزیون کانال جدید گذاشته میشه، همین برنامه معین به طور مشخص، اینها رو ما میذاریم تو کانال جدید، کانال تلگرامی کانال جدید، میتونید از اونجا بردارید و بفرستید به لیست خودتون. بحثایی که تو کانال جدید میشه سر عرصه‌های مختلف مبارزه که همونطور گفتم یعنی نه به جمهوری اسلامی، اینا رو بردارید از روی کانال تلگرامی کانال جدید و وسیعا پخش کنید. هر خبر و هر نکته و هر چیزی که دارید اونجا بذارید تا ما تو برنامه ها استفاده کنیم. هر کلیپی، هر عکسی، هر تصویری، هر گزارشی دارید بذارید اونجا، ما ازش تو برنامه‌های مختلف استفاده بکنیم و به این شکل با یک کار سازمان یافته فشرده تری اعتراضمون رو جلو ببریم، مبارزمون رو جلو ببریم. این کاریه که باز تأکیدی که ما انجام میدیم. دوستی اینجا اومدن صحبت کردن، گفتن که این حکومت خب همشون میخوان که انقلاب اسلامی بمونه، همشون میخوان که بنابراین دعوایی ندارن. یک واقعیتی تو این صحبت است و اون درسته که همه اینا میخوان انقلاب اسلامی باشه. چیزی که میگن انقلاب اسلامی در واقع ضد انقلاب اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی که اومده انقلاب مردم رو سرکوب کرده و با جنایت و کشتار تو حاکمیت مونده، اینو میخوان اینو نگه دارن. همه میخوان قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگه دارن. دیدید موسوی، میرحسین موسوی، پلتفرمش قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، بازگشت به دوره امام خمینی بود. دوره امام خمینی هم دیدید که هزاران انسان رو کشتن، با یک نسل کشی جمهوری اسلامی تونست پایه‌های خودش بذاره. این پلتفرم میرحسین موسوی بود. همشون تک تکشون میخوان قانون اساسی باشه، میخوان همین نظام باشه، چیزی که بهش میگن انقلاب اسلامی، که انقلاب در واقع ضد انقلاب جمهوری اسلامی است. میخوان همین بساط باشه. روی اینا توافقم دارن، بله درسته، ولی که روی چگونگی حفظ این نظام برای اینکه بتونن دو روز بیشتر عمر حکومت رو دو روز بیشتر دوام بدن، سر این با هم اختلاف دارن. بخاطر اینکه ما مردم اومدیم جلو، میبینن که هر لحظه ممکنه مردم بپرن وسط و
اوضاع به هم بریزه، از این وحشت دارن. بنابراین یک میگه سنگسار تو ملأ عام خوبه، یک میگه نه سنگسار باید پشت دیوار باشه، یکی میگه اعدام تو ملأ عام خوبه، اون یکی میگه نه اعدام باید پشت صحنه انجام بگیره. هر دوشون میخوان اعدام باشه، هر دو میخوان سرکوب باشه، همه همینو میخوان، ولی یکن با شکلای مختلف. و شما تو تمام دولت هایی که تو 37 سال حکومت جمهوری اسلامی اومده نگاه کنید، میبینید روحانی رکورد اعدام ها داره و به قولی با شال بنفش اومد و رکورد اعدام رو شکنده. شما تو دوره خاتمی دیدید که چطور صف کارگران خاتون آباد که علیه بیکاری مبارزه کردن به گلوله بسته شد، دیدید قتل زنجیری رو کردن. تو همین دوره خاتمی روحانی دیدید جوانان کارجوی شهرویه رو چطور مورد حمله قرار دادن. دوره احمدی نژادم که خب دیدید باز سیاستاشون چی بود. در طول تمام این 30 چند سال حکومت، ریاضت اقتصادی یک پای دائم سیاست جمهوری اسلامی بوده. تشدید فقر و فشار و گرانی سیاست دائم جمهوری اسلامی بوده و سرکوب، اعدام و جنایت یک سیاست دائم جمهوری اسلامی بوده تو چهره های مختلف و به اشکال مختلف. کانال جدید بفرمایید. وقت شما بخیر خانم دانشگاه. سلام میکنم، متشکرم، بفرمایید. خیلی متشکرم برنامه‌تون و این موضوع خوبی انتخاب کرده، رفسنجانی و جنگ قدرت. البته این رفسنجانی بار اولش هفته قبل چیز کرد، صحبت کرد در این خصوص و گفت که اینطور نباشه که شما هر جوری که میخواییم ما باید فکر کنیم. ما آزاد به دنیا آمدیم، آزاد از این دنیا خواهیم رفت، کسی نیست به این نابخرد نادام بگه اون زمانی که تو رئیس جمهور بودی این همه مخالفین رو ترور کردی در داخل و خارج، اونها اجازه آزاد فکر کردن نداشتن، مخالفین اجازه راه خودشون رفتن نداشتن، اجازه داشتن یه حزب نداشتن، و چرا اونا رو قلقم کردی در خارج این همه ترور کردی، در داخل این همه مخالفین رو از بین بردی و الان چرا به صدا در اومدی؟ چون منافعت به خطر افتاده؟ چون تو رو گذاشتن کنار، پسرت تو زندانه. کدوم زندان؟ کدوم زندان؟ این آقای هاشمی تو زندان نیست که 10 سال بهش دادن، تو هتل ادینه، تمام امکانات براش فراهمه، اونو نگه داشتن، فردا دیدن که اگر قلبشویی شد، حرکتی شد در جامعه، اونو بمبن آخر نصیب دفتر کنن بیارن بدن سر قدرت بزنن. یا خود این رفسنجانی خودش داره چیکار میکنه؟ میبینن که ما این جنامات زلزله ممکنه قیام مردمی رو بده، اومده آلترناتیو شده برای رژیم که ما میتونیم کاری بکنیم برای ملت. این فقط جنگ قدرته. مردم گول اینها رو نخورن، به پای صندوقهای رز نرن و بدونن که اینها تنها بمونن. خبرنگاران میان از تمام دنیا برای تهیه گزارش، بدونن که حوضه ها خالیه، این ملت این رژیم رو نمیخوان. ما الان در صحنه جهانی اینها بایکوت هست. الان آمریکا الان دارن تحریم‌های جدید رو درست میکنن، طرح میکنن، تصویب میکنن. همین آقای اوباما هفته گذشته گفت سپرده های ایران در خارج 50 میلیارده، این آقای رئیس بانک مرکزی اومدن گفتن 23 میلیارده بیشتر نیست. در منبعی دیگر، مصاحبه دیگر، خانم اشتون نماینده پارلمان اروپا گفت سپرده های ایران 151 میلیارده. ببینید چجوری میخوان سر مردم کلاه بزنن. بعد میگن اون پولهایی که آزاد شده اونا هزینه خواهد شد در جاهای دیگه و قرار نیست در این عهدنامه های جدید هزینه بشه. ببینید این ملت چجوری میخوان سر کار بزنن، چجوری باید سرشون رو کلاه میزنن. 37 سال ملت ایران این بودن، همینی که شما دارین میبینید. دلتون رو خوش نکنیم، مرد ما بهتر خواهد شد، مرد شما به هیچ عنوان بهتر نخواهد شد. ما 7 میلیون بچه خیابانی داریم، 130 هزار در آمار جدید خانم دانشگاه، 130 هزار بچه نوجوان معتاد
آمار خود رژیم اعلام کرد تو مملکت 130,000 کودک معتاد تو مدارس دبستان. نوجوان یعنی چی؟ از 6 سالگی از مدرسه بده تا 12 سالگی تو دوران دبستان 130,000 در سطح تهران. ببینید این جامعه چجوری اون فردا نسل این 130,000 تا چی میشن؟ دوست و قاتل و کلاهبردار و گوشه زندان ها. نسل ما میخواد اینطوری پیش بره. نسل ما دست این آخوندها. آخوندها نسل ما رو خراب کردن. دو نسل نسل ما رو خراب کردن. نسل آینده هم خراب خواهد شد. ما شکرم دوست عزیز. نسل جوان ما معتادن. اونا فردا بزرگ میشن، میخواد خانواده تشکیل بشن، تشکیل بدن، بچه های اونها چی میشن؟ بله. اینها سوالیه، سوالی از ملت من دارم میکنم. چرا سکوت کردی؟ چرا ساکتی؟ میدونم ساکت نیستی، ولی یه قشری از جامعه در حرکت هم، کارگرا، فرهنگیان، حمایت کنین از اینا. اینها جام در کف هم تو خیابون ها، از همه شون گذاشتن، اگه اونها انسان نمیدن، شما سکوت کردی. بله متشکرم دوست عزیز. برادرهای ما برای دوستا و رفقای ما اونا. بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، درود به شما، متشکرم. بله نکات خوبی رو ترک کردن. خب ببینید تو این دعواها حرفایی که نمیزنن در واقع به ما، به مردم هم زبان تعرض‌تری میده. وقتی که رفسنجانی میاد سوال میکنه، میگه صلاحیت خودتون از کجا آوردید، چرا تریبون دست شما، چرا همیشه دست شماست، خب ما مردم میگیم چرا رفسنجانی تک تک شما سالان حکومت، چرا تمام این بساط دست شماست، شما از کجا، کی به شما اجازه داده؟ به این به یا وقتی که میگه ما آزاد به دنیا اومدیم، آزاد هم از دنیا میریم با قول این دوستمون، خب این مردم هم همینو میگن دیگه. و اینجاست که میبینید این دعواها در واقع کانال جدید. بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید عزیزم. درود به شما، متشکرم. از چه کارهای از ایران میخوایی که من برات بگم عزیزم؟ بله صحبت کنید. چی صحبت کنم برات؟ از چی بگم؟ از این برکت رهبری که واقعا من برکت میکنم، مردم رو تمام معتاد کرده. واقعا در تعویض روغنی ها ما هم مواد مخدر گیر میاد. تمام دوره برای قم، شهر قم، هرچی کوزه فروش داریم وافور میکنن، وافور میفروشن، مخصوص مواد مخدر. آفرین برای دولتی دارن مردم رو نابود میکنن. هنوز من حد نمیتونم چه خبره، هنوز در خواب دولت هست. آفرین برای دولت، دولت تدبیر امید، دولت تدبیر امید. آفرین بر تو. هر چی خوب بوزن فروشی دارید تمام واپور جدید میکنن. در شهر ما 4 تا کارخونه واپور سازی درست شده. واقعا افتخار باید بکنیم به این دولت با این تدبیر امیدش. آمدن که گن زد، رفسنجانی که گن زد، همه گن زدن، اومدن انقلاب کردن برای دینش. و واقعا دین نمید دست داده. چی بگم برای خانم؟ فقط اینه میخوام بهت بگم، من فرد شاه دوستم. بله. تا دنیا دنیا از درود میفرستم به خاندان پهلوی. حالا با شما کمونیستا کاری ندارم، خودارم قبول نداریم. خدا به جای خودش. خیلی خدا خودش خیلی بزرگه. همه چی رو دارن نگاه میکنن. زمانی مردم ایران میفهمن که شاه چی بوده که دیگه در نسای آهسته مجسمه اعلی حضرت رو با طلا درست کنن. بله متوجه شدم. بس نکنی صدای من عزیز من. شما صحبت کردید. شما دوست میخوام و خودت به ما خالی کنم. باشه خالی کنم. خود اسلامی که گرد زدن. بله. شما کمونیست ها چی نظرتونن؟ چه کار کنن این ملت؟ بله من میگم، من جواب میگم مردم چی کار کنن. بله میفهمم. شما میگید، ما میگیم مردم چی کار کنن. ما میگیم که نه شاه نه شیخ، حکومت خود مردم. 50 سال خفقان شاه، سرکوب، حمله به نمیدونم خونه های خارج از محدوده، محروم کردن مردم از مطالعه یه صفحه کتاب، زندان، همه اینا ارثیه های شاه بود که این بلات سر ما مردم اومد. بنابراین ما حکومت خود رو میخواییم. بله سلام میکنم، بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. امروز از سرانه زنگ می‌زنم. امروز این کارگرای شهرداری با لباس شخصی
اومدن ریختن سر این در فروش ها، همه اعتراضاشون رو بردن، اینا میخوان این ملت دزدی کنن، چیکار کنن؟ اصلا معلوم نیست ماشین کجا بودن، مامور کجا بودن، هیچ کی نیست به حرف این مردم توجه کنه. باش میکنم پاش کنه که این ملت بدونن. زنده باشید، خیلی ممنونم. بسننده یکی از شهرهای محل اعتراض است. ان شاء الله دست در نکنه. ممنونم، تشکر، خدا حافظ. زنده باشید، درود به شما. بله، شهر سنندج یکی از جاهایی است که همیشه مردم ایستادن جلوی زورگویی های جمهوری اسلامی و ایشون گفتن که مأمور شهرداری اومدن و بساط دستفروش ها رو مورد حمله قرار دادن. در سنندج بارها مردم درگیر شدن با مأمورین شهرداری و الان دیگه دفاع از دستفروشان ابعاد اجتماعی پیدا کرده. چند پیش توماری جمع شد، تعدادی از نویسندگان و هنرمندان و مردم شریف این تومار را امضا کردند در دفاع از دستفروشان مترو. تو جاهای مختلف هر گاه دستفروشان مورد حمله قرار گرفتن، مردم اونجا جمع شدن، اونجا رو به صحنه اعتراض خودشون تبدیل کردن. در حال این هم بخش دیگه از مبارزه ماست و مسئله دستفروش یعنی بیکاران و جمعیت میلیونی بیکار چیکار بکنه؟ یه بخش از این جمعیت ناگزیر شده به دستفروشی رو آورده و اون وقت میبینید که جمهوری اسلامی مامورین شهرداری پنج بوکس به دستش مورد حمله قرار میدن دستفروش ها رو. این هم شده یه جنگ تازه. دفاع کنید از دستفروش ها، هر جا که مورد حمله قرار گرفتن اونا رو مورد حمایت قرار بدید، نگذارید و اونجا رو تبدیل به شعار یا کار یا بیمه بیکاری بکنید، مزدور برو گم شو، و به این شکل اجازه ندید. اینها همه چه باید کرد هاست، نگذاریم که اینجور تعرض بکنن محلات و خیابانها رو. هر جا که اینها میخوان دست به چنین حملاتی بکنن، اونجا رو به محیط ناامنی براشون تبدیل کنیم که جرأت نکنن بیان. الانم میبینید تنهایی جرأت نمیکنن، گروهی میان، برای اینکه میدونن که تنهایی بیان به چنگ شما مردم میافتن. کانال جدید بفرمایید. الو، سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. در رابطه با این موضوع جنگ قدرت بین رفسنجانی و خامنه ای، ببینید همونطوری که خودتون در جریان هستید، دیکتاتورها معمولا سعی میکنن که به محض اینکه به قدرت میرسن تمام کسانی رو که از حکومت قبلی بودن همه رو در واقع میکشن، از بین میبرن سران اونا رو. و خود خمینی وقتی اومد تمام جنرال هایی رو که در قدرت بودن در زمان شاه همه اونا رو اعدام کرد. وقتی که خمینی مرد، در واقع رفسنجانی و خامنه‌ای با توطئه‌ای که رفسنجانی کرد و اومد گفتش که خمینی گفته که خامنه‌ای رو دارید به عنوان رهبر، می‌بخشید خامنه‌ای رو به رهبری رسون. به معنی که به رهبری رسید خامنه‌ای، با هم رفسنجانی و خامنه‌ای پسر خمینی رو دوز قرص قلبش رو بالا بردن و تو یکی از قرص‌هایی که توی مصرف می‌کرد عوض کردن و باعث این شدن که اون سکته کرد و مرد، پسر خمینی، احمد خمینی. بعد هم خامنه‌ای خود رفسنجانی رو گذاشت کنار و بعد تمام کسانی رو که خمینی سر کار گذاشته بود از خامنه‌ای تک تک رو گذاشت کنار، از محسن رضایی گرفته تا تمام آخوندهایی که در رأس کار بودن. و این بار هم خامنه‌ای میدونه که اگه بمیره در واقع پسرش مشتبه خامنه‌ای رو میخواد رهبری برسونه، ولی میدونه که پسرش در مقابل گرگ‌های رژیم یه بچه گرگ بیشتر نیست و نمیتونه به تنهایی از پس اینا بر بیاد. برای همین پیشا پیش داره سعی کنه که کسانی رو که میتونن در آینده مزاحم بچهش بشن از بین ببره و یا در واقع چهرهشون رو بیاره پایین از نظر مثلا شخصیتی در نظام داشتن. هم میبینی که خود روحانی رو با این که رفته بود کلی قرارداد برای رژیم بسته، کلی باعث شده که این رژیم بالاخره چهرهش رو انسانی نشون بده و اینا، کلی آبرو برای این رژیم خریده. همین چند روز پیش فیلمی از روحانی درست کردن، مسخرهش کردن که کلید به دست بوده و اومده دنبال با کلیدش، کاری هم برای مردم نکرده. اینو تلویزیون خود رژیم پخش کرد. یعنی خود خامنه‌ای از همین الان داره دونه درشت‌های رژیم رو
میخواد سکه یه پولشون بکنه و اونهایی رو هم که میخواد بیاره توی مجلس خبرگان از الان داره آمادگی اینو بهشون میفهمونه که وقتی اومدن باید پسر این رو به رهبری برسونن. و مطمئن باشید که بعد از این که پسر خامنه‌ای به رهبری برسه حتما تمام اونا رو هم سرشون رو زیر آب میکنه، و قبل از این که بمیره میخواد پسرش رو به رهبری برسونه، چون میدونه اگه بمیره پسرش به تنهایی نمیتونه. بله. میخواد قبل از این که بمیره پسر خودش رو به رهبری برسونه. حالا امکان داره یه هفته خودش رو به مریضی بزنه و بگه در حالتی که من مریضم انتخابات برگزار کنید، بعد بگه که خب حالا این انتخاب کردید من هم مخالفت نمی کنم. ولی بعدش چند نفر رو باید برداره، یکیش احمد خمینی، پسر نوه خمینی، حسن خمینی رو باید سرش زیر آب بکنه، رفسنجانی رو باید سرش زیر آب بکنه، خاتمی رو به دلیل اینکه یه چهره‌ای بوده که بالاخره رئیس جمهور بوده تو کشورهای اروپایی و آمریکا معروف شده بوده، اون رو باید سرش زیر آب بکنه، و حتی همین روحانی و دلیت رو. یعنی اینها چیزایی که خامنه‌ای برای تک تک عواملش در ذهنش هست و این کارو خواهد کرد. و این جنگ اونها فهمیدن، به همین دلیل جنگ گرگ‌ها از همین الان شروع شده، اونها میدونن که میخواد یه همچین کاری باهاشون بکنه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، اگه سوالی داشته باشین در خدمتتون. متشکرم، خیلی ممنون. بله، جنگ گرگ‌ها دقیقاً جنگ گرگ‌ها است. یکی از مسائل همین جانشینی خامنه‌ایه که بحث سر حسن خمینی بود و میبینیم که الان حسن خمینی رو هم که رد صلاحیت کردن به خوری، اون وقت رفسنجانی چگونه برافروخته میشه و جنگشون بیشتر بالا میگیره. ولی خب در این حال تای این جنگ خب قدرت، تای این جنگ موقعیت های کلیدی حکومت هست، تای این جنگ پولا و دوزی هاشون هست، تای این جنگ بده بسونایی که دارن. به همین دلیل این جنگ براشون جنگ جدیه و در این حال و یه جایی میبینید که اون وقت مثل سال 88 به جایی میرسه که دیگه اون چنان وضعیتی پیش میاد که مردم میرزن بیرون. و الان هم باز رفسنجانی میگه کاری نکنید که دوباره شرارت به وجود بیاد، یعنی داره تهدید میکنه در واقع. ولی خب فرقش با سال 88 اینه که الان دیگه لازم نیست مردم به بهانه انتخابات و اینها بیان بیرون. مردم الان متعرض‌تر، با خواستای روشن‌تری در کمین هستن. شما می‌بینید جنبش‌های اعتراضی مردم، معلم‌ها رو تو همین سال دیدید دیگه، گفتمان‌های کارگران نگاه کنید، بحث‌ها و اعتراضاتی که تو جوان‌ها هست نگاه کنید، خیلی در اعتراض به زندانیان، برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه فقر. اینا مثلا همین دیوار مهربانی نگاه کنید، یه عده اومدن در عنوان خیر رو اینا سعی کردن رنگ مذهبی بزنن، اینا زمینه مسجد کنن، همه مردم فوری اونجا رو به تبدیل به دیوار شرمندگی جمهوری اسلامی و در واقع فحاشی به جمهوری اسلامی کردن، اومدن اونجا رو به محل اعتراض خودشون، به محل دوستی، به محل آشنا شدن، به محل همبستگی تبدیل کردن. توی جای اون دیوار تبدیل به دیوار مبارزه علیه فقر شد، تو سنندج، توی سقز، توی کرمانشاه. یعنی مردم فوری از دست خودشون گرفتن و باید بگیرن و باید دست مساجد رو دور کنن، باید دست این جریاناتی که سعی میکنن اعتراضات مردم رو زمین مسجد کنن تا مهار کنن، تا تو چارچوب نظام نگه دارن، باید اینا رو عقب بزنن. و حال نکته اینه، اینم بخشی از مسئله شون، همطور مسئله گفتم جنگ قدرت، دقیقا جنگ قدرت، جنگ مبارزه بر سر ثروت ها و دزدی هاست و جنگ بر سر اینه که در مقابل مردمی که در کمین هستن این حکومت به زیر کشیده بشه، در مقابل این مردم بتونن این نظام رو حفظ کنن. مسئله اینه. خب یه سری چیزا برای این حکومت هویتیه. فرض کنید که حکومت که یک عمر با
مبارزه علیه تهاجم فرهنگی غرب، نمیدونم فساد غرب، جامعه فاسد غرب و مرگ بر آمریکا، با اینها یارگیری کرده تو منطقه، نیروهای حزب الله خودش جمع کرده دور خودش، جامعه رو با اینا سرکوب کرده، خب نمیتونه به راحتی از اینا بره عقب و اینا رو کنار بذاره. و به همین داریم میبینید که خب برای بخشی از حکومت مسئله بسیار جدی و هویتی هست و درگیری هایی که تو دو تا جناح مقابل هم قرار میگیرن، خامنه ای و روحانی رو در رو با هم دیگه. و بعدم همونطور که گفتم کل حکومت، حتی تو خود اصولگرایان هم الان چند شقه هستن، نمیدونم هر کدومشون تکه تکه شدن، شقه شقه شدن و هر کدوم هم با سعی میکنن با ابزار مسلح، بازو مسلح خودشون، با زبان زور در مقابل جناح دیگه، بخش دیگه از حکومت امرشون رو به پیش ببرن و کسی خط کسی رو نمیخونه. و الان که مسئله تعیین کننده است و مسئله انتخابات، اون وقت میبینید جنگ جدیتر میشه و اعتراضات دعواهاشون بالا میگیره. و تو این وضعیت طبعا همونطور که تو تمام برنامه سعی من بود این رو صحبت کنم و دوستان مختلفی که اومدن اینجا تو همین چارچوب صحبت کردن، اینه که بهترین فرصت برای اینکه اعتراضاتمون رو وسیع تر جلو بریم، جواب ما به مسحکه انتخابات، جواب ما به دار و دسته های ما مختلف حکومتی سرنگونی این حکومته، جواب ما اعتراضات وسیع ماست، جواب ما به هم زدن بساط انتخاباتشون هر جا که اینها میخوان تبلیغات انتخاباتی به راه بیندازن، نمیذاریم اونجا رو به اعتراض خودمون تبدیل میکنیم. جواب ما اینه که خواستامون رو میاریم جلو و اعتراضاتمون رو گسترده تر به پیش میبریم. این جواب فعال ماست. جواب ما اینه که هر کسی که سعی میکنه به تنور انتخابات رو داغ کنه و سعی میکنه که مردم رو با بهانه های مختلفی بکشون به پای رای، اینها رو افشا کنیم، اینها رو نقد کنیم و اینها رو از جلوی راه خودمون برداریم. طبعا جمهوری اسلامی همیشه به موقع انتخاباتش بخش از کسانی که میاره پای رای، نمیدونم نیروی انتظامی، یک بخشی از کارکنان دولت رو تهدید میکنه به اینکه اگر نیان نمیدونم چه به سرشون میاد اخراج میشن، تحت این عناوین سعی میکنه بکشونه پای رای. ولی دیگه حتی اینها دیگه جایی نداره برای مردم و مردم اونقدر وسیع خشم و نفرت از این حکومت اونقدر وسیعه که اینها دیگه کار کردی نداره، سال هاست که کار کردی نداره و به همین دلیل مردم رای نمیدن و نباید رای بدن. و همه جا در روز میان دوستانمون، تو خانواده، تو تاکسی، تو محلات، هر جایی باید همین بحثا رو بکنیم و بگیم که شرکت کردن اونا یعنی چی؟ یعنی عمر خریدن برای این حکومت، یعنی وقت خریدن برای این حکومت و این سمه و هوش آگاه کنیم. طبعا انتخابات یه مرحله ایه، حالا ممکنه بخش از مردم هم برن رای بدن، یه بخش رو خود حکومت بکشن، هر کدوم اینا، ولی اون چیزی که تعیین کننده است این نفرتی که تو جامعه خفته، این فضای انفجاری که تو جامعه هست و این که دنبال فرصتی که بیرون بریزه. همه صحبت‌های شما که میاد اینجا بارها تو برنامه صحبت می‌کنه اینه که راهکار شما چیه؟ چگونه از شر این حکومت خلاص بشیم؟ چگونه این حکومت نکبت رو سرنگون کنیم؟ همه بحثا همینه. و این بنابراین این یه مرحله است، این تمام قضیه نیست. قضیه اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و با نیرو خود ما سرنگون بشه و باید با سازمان یافتگی و گسترش و مبارزاتمون این حکومت رو در تنگنا یه بیشتری قرار بدیم تا بتونیم سنگرهای بیشتری رو فتح کنیم و بریم جلو. و در آخر تاکید من تماس با ما،
ارتباط با ما، فعالیت با این حس و پیش بردن همه این کارزارها و این عرصه های نبرد و مبارزه است. بله، نوشتن که اطلاع دادن که برنامه وقتش پایان گرفته. متشکرم که همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.